درود فراوان بر شما بینندگان تلویزیون ایران آریایی، من زینا تهرانی هستم. طبق معمول هر سه شنبه به مدت 2 ساعت با شما خواهم بود. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشین، حال احوال خوب باشه، وقتم داشته باشین که با هم بشینیم یه مقداری صحبت بکنیم، ببینیم در مملکتمون چه میگذرد، در خاورمیانه چه میگذرد که انقدر قراقاتی شده همه چی، همه چیزهای دنیا ریخته واقعا به هم دیگه. هر روزی هم که اخبارای خوبی نیست، متاسفانه اخباراییه که باور کنیم من هر روز صبح که ساعت 5-6 دنبال اخبارا هستم، گوش میکنم، نگاه میکنم، ببینم بجز کشتار هیچ چیز دیگه نیست، به خصوص در این ماه محرم که دیگه واقعا من نمیدونم. من زیاد اطلاعات در مورد این مسائل دینی اونجوری ندارم که بخوام اثر عقیده کنم، ولی به قول معروف گفته بودن در محرم و اینا نباید کشتار باشه و خونریزی بشه اینا، ولی مثل که اینا هر چی که اون دستورات بوده همه رو زیر پا گذاشتن و بیشتر دارن خونریزی به وجود میارن. یعنی در واقع در تمام کشورهای خاورمیانه هر روز یا بمب گذاری میشه یا کارهای دیگه میکنن. مردم رو واقعا پا انداختن. مردم هم یه مقداری نگاه میکنه، آدم گوش میکنه، میبینه، میبینه مردم هم یه جورایی واقعا خودشون هم مثل که دوست دارن تو این برنامه ها باشن و شرکت بکنن. برای چی بلند میشن آخه حقیقتا وقتی میدونن که خب در عراق میدونن که چه اوضاع احوالی هست، کشت و کشتار چندین ساله، یا در سوریه یا در جاهای دیگه، خب برای چی بلند میشید میرید؟ شماها که میدونید اگه برید فلان مسجد یا هر جایی که اینا جمع میشن شعار بدن و نمیدونم این کارا رو بکنن، احتمال این هست که یه بمبی اونجا گذاشته بشه. خب اگر انسانهایی هستن که فکر میکنن به خودشون، به خانوادهشون باید مقدار رعایت کنن، واقعا نرن توی این جور جاها بشینن که دوچاری همچین بدبختی ها بشن که هر بمبی که گذاشته میشه اقلا در 20 نفر میمیرن، بقیه هم زخمی میشن. آخ که چی؟ کدوم دینی در دنیا گفته که این همه آدم کشی کنین؟ کدوم دینی در دنیا میتونه بیاد بگه که آدم کشی رو باید بکنیم برای اینکه بیان به دین ما بپیوندن؟ ای بابا، اسم این که دین نیست، این مرام آدم کشی باید اسمشو گذاشت. الان داعشی که میاد و این همه داره قتل و غارت میکنه، فکر کردین اسمش دینه؟ که برای خودشون هم دینی درست کردن و به همه هم دستور میدن که شماها باید بیان به دین ما بپیوندید. آخه برای چی باید بیان بپیوندن؟ مگر بشر به دنیا اومده که فقط بیاد در اختیار این آدم کشا باشه که هرچی اونا میگن انجام بده بعدم بمیره و بره؟ آیا زندگی اینه؟ آیا زندگی مردم اروپا، امریکا، کانادا، هر جای دنیا به جز مدل ایست، آیا اونا چی کار دارن میکنن؟ آیا اونا هم دارن آدم کشی ها رو میکنن یا دارن زندگیشون رو انجام میدن؟ وقتی دارم به اطرافش نگاه میکنه، وقتی از خونه من میام بیرون تو خیابون یا هر جایی که میره آدم نگاه میکنه، مردم دارن دنبال زندگی معمولیشونن، خیلی هم آرامش دارن و دارن میرن سر کار و میان و خریدشون رو میکنن و پیکنیکشون رو میرن و هر چی شما در گذشته ها داشته اینا دارن همون کار انجام میدن. بعد آدم به فکر میفته میگه چطوری میشه که ملت مدلیست اینقدر افرادش واقعا توهی مغز شدن یا بودن یا هرچی که هست الان دارن این کارا رو انجام میدن، بعد میرن میشینن. یعنی آدم حسابی تو مغز نداری که میری میشینی پای منبر این عراجیفگاهایی که اینا میکنن، حرفای بیمربوطی که اینا میزنن، مغزای شماها رو شستشون میدن؟ تا کی میخواییم بشینیم واقعا اینا برای شما این کارا رو بکنن، شما رو ابله فکر کنن هستین؟ چنانچه این آخوندهای بی سر و پا وقتی میرن بالا منبراشون انقدر حرفای بی مربوط میزنن که فکر میکنن ملت ایران واقعا هیچی نمیفهمه، بی سواده، حالوه،
نمیدونه تمام این حرفایی که میزنه از روی تینت شیطانیش داره میزنه و یه درم جذب میکنه. متاسفانه همه رو که نمیتونه جذب بکنه. مردم فکر دارن، میشینن نگاه میکنن ببینن زندگی چی بهتره براشون، همون کار رو انجام میدن. برای چی بلندشه بره مثلا توی روزه خونی اینا بشینه و سر و سینه بزنه و گریه‌زاری کنه، بالا پایین بپره که چی؟ آخه تو دیوانه ای؟ بلند میشی میری میشینی پای منبر اینا؟ آقاه برداشته مثل خودش هم نوشته مثل سگ، زنجیر به گردنش بسته، او هم میکنه، ادای سگ هم در میاره. آخه مرد حسابی خجالت بکش، آدم شرمش میاد وقتی اصلا نگاه میکنه حال تعبابش دست میده. یه مردی تو اون سن سال زنجیر بهش بستن، او هم میکنه، ادای سگ هم در میاره. خب واقعا از سگ هم تو پستری، سگ کجا یه همچه کارهایی رو میکنه؟ کدوم حیوانی این کارا رو میکنه که شما ها میکنید؟ همین سگی که تو اومدی اسمشو خراب کردی رو خودت گذاشتی که افکارت کثیفه، همین سگ انقدر عاطفه داره که حد نداره. همین سگو بهش خیلی بیشتر میشه اطمینان کرد، خیلی بیشتر میشه بهش احترام حتی گذاشت. چرا؟ برای که عاطفه داره، برای که احساس عشق میکنه به صاحبش. همین سگ اگه ببینه حیوانی کنار خیابون افتاده میره کمک میکنه، فکر میکنه میتونه بهش کمک کنه، زندش کنه. ولی تو چه کار میکنی؟ تو میری تمام اینا رو، جوناشون رو میگیری واقعا. آخه که چی؟ یه مش جوون آدم این کلیپا رو که میبینه واقعا تعجب میکنه. خدایا این بشرها چیان؟ اینا کیان؟ اینا کجا بودن تا به حال؟ تو این 36 سال چقدر مغز این جوانای ما رو اینا خوردن؟ خب این جوانم باید خودش فکر کنه بگه آخه من اگر برم ببخشید اینو لطف کنید، این شماره است، زنگ بزنید به من برگردونید لطفا. در ضمن آقای روز به نازنین میتونی شما اون کلیپ شماره 2 رو بذارید بر من اگه میتونید، در مورد همین مسئله او کردن این مرد است که با اون ریخت قیافه و سن و سالش وایسته مثل چی داره عداعت وار در میره. چه باید گفت؟ یا داعشی ها که دارن این همه جنایت میکنن، بچه های کوچولوی تمام سن پایین ایزدی ها رو اینا دزدیدن، بردن، نشستن روی این بچه ها کار کردن، یاد دادن که چجوری سر می برن، یاد دادن که چه کارا باید بکنی. یعنی به یک مش جوون بچه کوچیک سن کم کارهای کثیف یاد دادن و براشون مهم نیست که این بچه وقتی بزرگ میشه با این روحیه خراب چطور میخواد بزرگ شه، در آینده چه به سرش خواهد آمد، چه کار باید بکنه حقیقتا. خب یا خانوما دخترها رو مال ایزدی ها رو که دزدیدن به مبلغ 200,000 دینار، من نمیدونم دلارش چقدر میشه، سنای پایین رو میفروشن، سنای بالا هم از 150,000 دینار شروع میشه. دنیای غریبیست نازنی که چه ها نکردن اینا واقعا. اینا چه به ملت مدلیست نیاوردن، برنامه شون چیه؟ واقعا میخوان ملت دنیا رو نابود کنن که دارن میکنن این کار. فقط مونده یک بمبی بندازن که اونم به زودی خواهند انداخت. انسانها که اسمشون انسانه، ظاهرشون انسانه، رحمی به هیچ کسی نمیکنه. وقتی بهش میگن پول بهت میدیم، قدرت بهت میدیم، فقط برو بکش. یارو نمیپرسه تو کی هستی، تو چی کاره ای، تو گناهت چیه، همینجوری میزنه و میره. خب در مقابل اینایی که تو ایران میان روی صورت زیبای زن ایرانی اسید میپاشن، فکر کردی کارشون کمتر از ایناست؟ نه، اینا میزنن تموم میکنن،
اینا کاری رو میکنن که تا آخر عمر باهات باشه. اینقدر اینا بی وجدانن، اینقدر جمهوری اسلامی بی وجدانه. بعد همه دوستان نشستن همه جای دنیا میگن چرا نمیاد معرفی کنه؟ چی رو معرفی کنه؟ کی رو معرفی کنه؟ اینا انقدر آدم ها تو دستشون دارن، برای که انقدر مردم و بعضی مردم و گرسنه نگه داشتن که یارو حاضره برای چندر قاز یه شیشه اسید بدن دستش، برو بپاش رو صورت هر کی که دلت میخواد. خب وقتی که میپاشه برمیگرده به پایگاهی که اون آخونده دستور داده، شما فکر نکنید که اونا رو زنده میذارن. اینو مطمئن باشید اونا هم سر به نیست شدن. چرا؟ برای که دست این نامردا باز نشه. اینا به این راحتی نمیان کسی رو آزاد کنن تو خیابون باشه و کسای دیگه بتونن دسترسی بهشون داشته باشن. در نتیجه خیال باطل است که اگر شماها همه انتظار دارید جمهوری اسلامی بیاد معرفی کنه که کی این کار انجام داده. ببینید الان چند وقت گذشته، چه بازی داره با شما ملت میکنه. ما که دیگه میدونیم بعد از 36 سال اینها انقدر دروغگوان، خیانتکارن، چه انتظاری ما میتونیم داشته باشیم؟ ما که دیدیم 36 سال با ماها چه کردن حقیقتن، چه کار دیگه میشه کرد؟ لطف کنیم بزنین اگه آماده است. ذکر مسیحا حسین ابن علی سالار زینب، 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 حسین جانم حسین. دل به غم تو بستم، تویی تمام هستم، از کوچیکی گرفتی دستم اگرچه پستم، خادم روزه هاتم، عاشق یک نگاتم، ثروت من همینه که سگ بچه ها بدم لعنه منه یه لبای سگ حسین بکن، نمایم دم بدم لعنه امیه، منم کلب سر به یاد روی ما تو خرابم، سگ او کنه تفل رو تفل رو نمایم دم بدم لعنه امیه، منم کلب سر روی رو دیدین مرده رو، دیدین از تیمارستان فرار کرده اومده با زنجیرش. من فکر نمی کنم اونایی هم که توی تیمارستان هستن که با زنجیر میبندنشون
این کارهای احمقانه رو انجام بدن. حداقل میشه گفت اونا دیوانن، مغز ندارن. این مرده که ادعا میکنه مغز داره که، اگر اون حسینی که تو صدا میکنی اگر یه روزی برمیگشت به این دنیا، میگو من آبرون رفت با این کارهای کثیفی که شماها انجام میدین. چه کاریه دادین انجام میدین؟ شرم آور نیست واقعا. این کلیپ ها همه جا پخش میشه، خیلی انسان های دیگه هم در دنیا میبینن. آدم خجالت میکشه بگه ملت ایران، ایرانی که به اون درجات بالا رسیده بود، ایرانی که همه چی داشت، افتخار و سربلندی در دنیا داشت، امروز باید آدم های دیوانه زنجیری بیان این حرکات از خودشون نشون بده. بعد اون جوانایی هم که دورش نشستن، همیشه بحث من برای این جواناست، اینا که میدونن خودشون دارن چیکار میکنن، اینا خودشون میدونن که دارن جوانای ما رو اخفال میکنن، دارن بیشتر میکشن تو این جهتی که دلشون میخواد. و به زودی زود اینا اون ماسک رو از روی صورتشون بر میدارن. شما میبینید که اینا چگونه داعشیایی هستن، خیلی بیرحمتر از این داعشیایی هم که ادعای آنچنانی دارن. ما همچی چیزایی رو باید ببینیم، باید بشینیم ساکت نگاه کنیم. دم ملت ایران گرم. تا کی میخوان بشینن و نگاه بیه همچین صحنه ها و بیه همچین مسائلی بکنن و نخوان بپذیرن که به زودی زود همین مسائل داعشی که میریزن و دخترها و زنها رو میبرن تجاوز میکنن و میفروشن به سر مملکت ما خواهد آمد. برای که لونه زنبور در ایرانه، لونه زنبور جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی که دستش همه جا بنده، همه جا داره همه کار رو میکنه، تمام سرمایه کشور ما رو برداشته خرج این کارا کرده، خرج حزب الله بکنه، خرج لبنان بکنه، خرج نمیدونم سوریه بکنه، تمام پول مملکت رو برد. انقدر اینا حق باز و دروغگو و دغل هستن، میدونستن که باید تمام ملت ایران به جز یه درصدی که وابسته به خودشون هستن، بقیه باید در فقر کامل به سر ببرن. وقتی بشری میبینه که زن و بچهش گشنن یا خودش بیکار درآمد نداره، دیگه میرسه به جایی که دست به هر کاری میزنه. و ملت ایرانو اینجور اینا دارن میکشن تو این کارهایی که برنامه شون هست. داعشی ها فکر کردین از چه گروهی هستن؟ یه مش جوانایی که از خانواده ها زدن بیرون، یه مش جوانایی که با بکراند های بسیار بد هستن و پر از عقده و حسادت و کینه. خب اینا خیلی راحت با پول میرن، خیلی راحت همه کاری رو میکنن که الان دارن سر میبرن. و اینا اومدن همین برنامه رو توی 36 سال در ایران پیاده کردن و الان جوانای ما رو به همین شکل دارن میکشن پای منبرای اینجوریشون، که روزی که نقاب رو برداشتن و خواستن همون حرکات رو انجام بدن، از همینا استفاده کنن. آیا موقعش نیست شماهایی که الان حرفای منو داریم میشنوین، بشینید با خانوادتون، با جووناتون صحبت کنید، گشنه بودن و نداشتن خیلی بهتر از اینه که آدم دنبال یه همچین آدم های جنایتکاری بره. اگر در خانوادتون خوشبختانه ندارید کسی رو، به دوست و آشنا و در همسایه بشینید صحبت کنید، نگذارید که این جوانای شما گول اینا رو بخورن و مرتب تو این مساجد برن و بشینن این مسخره بازی ها رو در بیارن، بعد یه روزی چشم وا میکنن میبینن ازشون چه سوء استفاده شد. مگر جنگ ایران عراق نبود؟
این جوانای نازنین همه با عشقی که مملکت همو نجات بدم، بدونه که بدونن چه کسایی سر کار هستن و چه سوء استفاده های از اینا میخوان بکنن، همه رو کشیدن تو این جبهه های جنگ. اون گروهی که از بین رفتن روحشون شاد، ولی گروهی که موند یا پا نداره یا دست نداره یا کلیه نداره، هزار تا بدبختی براش موند. آیا این جمهوری اسلامی آمد به اینها سرپناه بده؟ آمد به اینها برسه که بگه خب تو رفتی به خاطر من، من خودخواه توی جنگ علیل شدی و الان احتیاج به کمک و رسیدگی داری، من میام انقدر بیشتر به تو میدم که خانوادتو بتونی تکر کنی؟ کدوم اینا رو بهشون رسیده تا به امروز؟ شما اگر سراغ داریم به منم بگین. تمام اینا الان تو فقر و بدبختی و بدون دارو و بدون دکتر همه موندن. خب حالا داره روی اینای دیگه کار میکنه، جوانای دیگه، که بتونه اینا رو هم ببره به صورت سیاهی لشکر. براش ارزش ندارن اینا. شما ملت برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارین. توپ فوتبالتون میکنه، مگه نکرده؟ الان هم توپ فوتبالتون میکنه. ببینید چقدر جوانای ما رو الان فرستادن توی سوریه و عراق و این ور اون ور، دارن بیچاره ها میجنگن با امیدی که یه پولی دستشون میاد، و بدتر از همه اینه که گول خوردن، فکر میکنن دینشون بهشون گفته. هیچ دینی در دنیا نمیگه آدم کشی کنی. دین یعنی پایه محبت و دوستی و انسانیت. هر دینی که الان در دنیا هست اگر به جز این باشه دین نیست. و اینجور جوانای ما رو میکشن میبرن به این جبهه ها، همه رو معلول علیل میکنن، برمیگردونن. یادم میاد اون موقع ها این جوان ها که میرفتن توی جنگ ایران و عراق، هر کدوم شهید میشدن میگفتن خب ما یه کوچه رو به اسمتون میکنیم. بابا یارو مرد رفت، زندگیش تباه شد، تموم شد، میخواد چیکار کنه کوچه رو که تو به اسمش میکنی؟ چرا؟ برای که بازمانده ها یه روزی ادعا نکنن، برن به همه جا بگم دیدی پسر ما کشته شد ولی اسم خیابونش اینه. یعنی انقدر ملت رو ساده لوح دیدن حقیقتا. ما اگه ملت ساده لوحی نداشتیم که گول نمیخوردیم، از اول این انقلاب لعنتی رو به وجود نمی آوردیم که. و الان هم هنوز نشستیم و نگاه میکنیم. از این نگاه کردن ها و نشستن ها هیچی عاید ملت ایران نمیشه. باید هر چه زودتر از جا بلند شد، حرکتی رو نشون داد. تا زمانی که حرکتی ملت نشون نده، همین آش همین کاز است. و اینها بهره برداری های خودشونو دارن راحت انجام میدن. آقای روزبه نازنین، اون کلیپ شماره 4 رو میتونیم بذاریم؟ آمادن؟ خب میتونیم پس بیاریم، لطف کنیم. امروز یه مصاحبه داریم با ببخشید آقای احمد ملکی، و منتظر بودیم که کانکت بشه و شده مثل اینکه. آقای احمد ملکی، بله، صدای منو میشنوین؟ بله صداتون هستش. خب درود بر شما، خیلی خوشحالیم که امروز شما تونستین تشریف بیارین با هم یه گفتگویی داشته باشیم. و در ضمن میخواستم ازتون خواهش کنم یک معرفی از خودتون لطف کنین، بفرمایید. با درود به شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز ایرانی در داخل و خارج از کشور، احمد ملکی هستم، عضو کمپین استفاده سرد از دیپلمات های
پیشین جمهوری اسلامی که با تنی چند از همکاران خود پس از کودتای سال 88 به ملت ایران پیوست. خب آقای ملکی، ما چند تا سوال بکنیم از شما که بیشتر در این کار هستید، ببینیم که چه خبر احوال هست در جمهوری اسلامی و این مسئله که الان عاشورا و تاسوعاست و خودکشی میکنن و بزن و بکوب میکنن، مسئله شون چیه حقیقتا؟ جمهوری اسلامی که شما بگید، حالا ما برگردیم به جمهوری اسلامی که در بعد به تأسیسش، یعنی از انقلاب که آغاز شد، این همه گفتن ما اگر ما بیایم سر کار و رژیم گذشته درگیری که داشتن و به هر حال اون شور و هیجان و حرکت هایی که بود، گروه هایی که بودن، گفتن که اگر حزب اسلامی یا روحانیت یا بخشی از کسانی که مدعی بودن که اگر اسلام اجرا کنن میتونن یک، یا خودشون یعنی گفته بودن که ما اگر بیایم سر کار و حکومت در دست بگیریم، ایران رو تبدیل به یک گلستان میکنیم که نه تنها ایران بلکه سرمشقی باشه برای جهانیان و بدونن که حکومت اسلامی یا دینی کشور رو آباد میکنه و مردم رو به سوی خوشبختی و سعادت سوق میده. بیشتر در جریان از برحال گروه های دیگه هم بودن، چپی ها غیره، ولی اون اسلام بودن بیشتر پررنگ بود که مردم گفتن که برحال اینو بین سر کار ببینیم چی میشه. خب ما دیدیم اینا وقتی که حکومت رو در دست گرفتن، حتی اون شعارهایی که قبل از اون داده بودن که زنان ما بهشون آزادی میدیم یا همه گروه ها کمونیست ها همه آزاد هستن، یکی یکی اومدن سراغ همه، قلم ها رو که شکستن و انسان ها رو یک به یک گرفتند و هر گونه آزادی رو از ملت گرفتند و از دل استبدادی که به وجود آوردن، همین وضعیت کمونی که در واقع به این نتیجه ما میرسیم که اگر که شخصیت های مختلف، گروه های مختلف، اصلاح طلبان یا غیره به این نتیجه برسن، به هر حال حکومتی که پا گرفت و بنا بود ایران رو به یک کشور به هر حال دینی پیشرفته، اونا میگفتن که ما میتونیم هم دینی باشیم هم اسلامی باشیم هم کشور پیشرفته باشیم، ولی دیدیم بعد از 35 سال حتی در اون بخش های خود اسلامی، مثلا یکی از برنامه صحبتشون بود که قوه قضایی اسلام یک قوه مترقی است که اگر که قوه اجرایی حکومتی داشته باشه، ما میتونیم عدالت رو خیلی کامل و خوب اجرا کنیم. خب ما دیدیم این قوه قضایی که بیشترین حرف اینا رو عدالت و چیزی بود که جامعه رو میتونه بسازه و یک جامعه خیلی خوب، یک جامعه‌ای که جرائم هنجارهای اجتماعی نداشته باشه، اون اصلا بدعک جواب داد، بلکه این قوه قضاییه با اشد مجازات اعدام، شکنجه، قصاص وارد عمل شد و نتیجه عکس داد. خب الان ما میبینیم که بعد از 35 سال جمهوری اسلامی در دنیا از نظر اعدام کشور اوله. ما چین رو داریم که چین نسبت به جمعیت 1 میلیارد خودش بعد از ایران قرار میگیره، ولی نسبت به جمعیت خودمون در بین کشورهایی که اعدام دارن. از طرف میبینیم ما 140 کشور الان در دنیا هستن که اعدام رو چه به صورت رسمی 80-90 کشور رسما منسوخ کردن، ما بقیه هم 10 ساله که یا سالهاست که اعدام به صورت تعلیق در آوردن. ولی جمهوری اسلامی با اشد مجازات، از جمله اعدام و اونم در ملأ عام، چیزی که مردم ایران هیچ موقع تصورم البته نمی‌کردن که روزی چنین حکومتی داشته باشن که خشونت رو به اعلی درجهش
بیاد در ملای آن چیزی که اثر عکس داره اینو اجرا کنه. و از این طرف خود میبینیم که نتیجهی که در جامعه به وجود آورده اسید پاشیه. حالا نمونه های کمیه که میبینیم مثلا اسید پاشن، در واقع این اسید پاشی به اشکال مختلف در ایران از جمله نزدیک به 10 تا 15 هزار نوع قتل عام در ایران داریم که دعواهای مختلف، حالا قبیله‌ای هست، شخصی هست، در خیابون هست، غیر اینو با هم زد خود میکنن و منجر به قتل میشه. و قتل های دیگه هم که حالا بگذاریم ازش، مثل تصادف و سرطان و غیره اینو که در ایران زیاده. بنابراین ما اگر که به این نتیجه برسیم که یا همه گروه ها و همه شخصیت ها که پرونده حکومت دینی رو باید بست، دین که با سیاست قاطی بشه ما دمار از روزگار ملت در میاره و هیچ اثر مفیدی برای ملت نداره، حتی از نظر دینی نیز مردم افت میکنن. الان بسیاری از عقیده مردم نسبت به دین، نسبت به همون دینی که قبل از انقلاب داشتن و بعد از انقلاب، میبینیم کمرنگ شده و پایبند به هیچ اصول اخلاقی دیگه نیستن. خب شما ببینید در غرب الان فرزند همین کشور فرانسه که 67 میلیون جمعیت داره، نزدیک به 15 میلیون نفر افرادی هستن که به صورت خیریه کار میکنن، یعنی در امور خیریه میان مجانی کار انجام میدن. به هر حال فرهنگ اجتماعی و اخلاق مردم مثل رحم، مروت، بخشش، فداکاری، کمک کردن، همیاری، ایثار، اینها در مردم پررنگه. حتی برای پرندگان و حیوانات و اینا خیلی احترام قائلم و با اینها با محبت رفتار میکنم، ولی در جامعه ما خشونت نهادینه شده و این کاری بوده که حکومت انجام داده. وقتی حکومت میاد اعدام در ملای عام، اونم به بدترین شکلش به نمایش میگذاره، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش همینه که یک جامعه خشن، یک جامعه بیرحم، یک جامعه که قساوت و بیرحمی و عدم همیاری و عدم همکاری و عدم شفقت و محبت و دوستی و عشق در این جامعه کمرنگ میشه. شما الان در ایران اگر که روانشناس هستن، در داخل ایران و در خارج ایران هم نظارگر هستن که در تمام هسته های مرکزی خانواده ها جنگ و دعواست. شما به همون شکل عادی با هم بلند فریاد میزنن، داد میزنن، دعوا میکنن. این چیزی که هر روزی در خانواده ها مشاهده میشه. بسیاری از این دعواها تبدیل به نقص عضو میشه، تبدیل به همون قتل عمد گفتن میشه، تبدیل به همین اسید پاشی میشه که میان برای اینکه امر به معروف یا چیزی باورهای خرافاتی که در مغز اینها کردن اینو اجرا میکنن و باعث میشن که چیزی در واقع اگر فکرش کنیم یک نفر رو، اگه اینو میگن در زمان صدر اسلام یک نفر زنده دختری رو زنده به گور میکردن، خب شما دارید اینو برای 80 سال زنده به گور میکنید، کسی رو که بهش اسید میپاشید که این دیگه 70 سال 80 سال هم خودش زنده به گور میشه، دائم زجر میبره، هم اطرافیانش و هم جامعه که نظارگر اون هستن. بنابراین حکومت دینی برای ما هیچ نتیجه ای نداشته و امیدواریم روزی به این نتیجه برسیم. همه گروه ها، همه اصلاحات در داخل ایران که پرونده حکومت دینی رو ببندن، بذارن یه حکومت جدای از دین باشه و مردم به کار خودشون سرمه دارن، در مردم کارهای دینی قیده اخلاقی فرهنگیشون انجام بدن و سیاست هم کار حکومت انجام بده، یه حکومت آزاد دموکراتیک حاکمیت ملی باشه که مردم انتخاب کنن. اگر به این نتیجه رسیم شما ببین روز به روز همین وضعیتی که داره پیش میاد و ته ته دین، دینی که با سیاست ادغام بشه، همین داعشی ازش بیرون میاد، اسید پاشه ازش بیرون میاد یا غیره. به هر حال دین یه چیزی که خصوصیه، یه چیز فردیه، اعتقادی داشته باشیم اونم بر پایه همین دین اعتقادی شخصی هم باید قاعدتاً اگر روز حاکمیت ملی و مردمی و حکومت آزاد باشه، بعد اون خرافاتش ازش بگیره، یه چیز ترتمیز و شسترفته مطابق با زمان، مطابق با عقل و خرد تحویل همون ادهی که میخوان دین داشته باشن. و الان که نمیتونه مثلا 1400 سال پیش میگن کسی اگر فلان کاری که باز دستش قطع کنه،
خب الان بعد از 1400 سال پیش ما نمیتونیم همین کاری که اون موقع، با توجه به شرایط اون موقع عقلشون در این محدوده بوده که یکی رو تهدید میکردن که اگه کار بد بکنی مجازاتت میکنیم. خب الان که این کار نمیکنن، که الان که داریم 100 کشور 150 کشور حتی طرف اگر که کاری هم میکنه، حتی اگر قتل هم میکنه، اینو میگن زندانی میکنن و اعدامش نمیکنن. به چرا اعدامش نمیکنن؟ به خاطر اینکه میگن ببین ریشه این کارا چیه، چرا باید طرف این کارو انجام بده. خب ما از طرف میبینیم ایران داره اعدام میکنه، گور به گور میکشه، شکنجه میکنه، در ملای عام اعدام نشون میده، ولی جرائمش، خودکشیش، نمیدونم خلافکاری ها، دزدی و غیر زیاده. ریشه ها رو که نمیان حل کنن که. خب در اروپا مردم حقوق بیکاری دارن، وقتی که بیمه اجتماعی داره همه هست، بیمه برای تمام ملت، حتی مهاجرینی که میان، حتی پناهنده ها 100% همه بیمه دارن، حقوق بهشون میدن. موقعی که سر کار باشه میرن سر کار، موقعی که کار ندارن یا بیکارن یا دنبال کارن، خب یه حقوقی میدن که دزدی نکنن. خب ایران به جیگه حقوق بده، به حق مردم بده، میان میگه که اگر این کار انجام بدید ما دستتون قطع میکنیم یا غیره، یه همین کارهایی که اعدام میکنن. خب در واقع این انسانایی که پلید هستن که میگن که حالا معتادم، میگن قاچاقچیان و غیره، خب اینا رو که در همین جامعه اسلامی تربیت شدن، خارج از ایران که اینا تربیت نشدن. پس چه جوریه که ایران سال نزدیک 600 تا 700 تا 900 تا داره اعدام میکنه ولی هیچ نتیجه نداره؟ خب تو کشور فرانسه که یه اعدام نداره که، تو اروپا که الان اعدام ندارن که، پس چطور جرایمش کمتر از ایرانه؟ بنابراین خب نه حکومت ایشون دینیه و نه اینکه میان با خشونت این کار انجام بدن. بنابراین جامعه ما الان جامعه شده که توسط حکومت دینی هم دین رنگ باخته و مردم اعتقاد ندارن، حتی اون کارهای فرهنگی اجتماعی اخلاقی هم دیگه شاید ما انجام نمیدیم، یعنی رحم و مراقبت و شفقت و عشق و دوستی. خب وقتی اینا هم که نباشه، خشم، نفرت، اعدامه، کشتنه، و اینها باعث شده که در واقع شما ببینید همین مسائل باعث شده که امروز یا چند روز پیش شما دیدید که در سالگرد ستار بهشتی کسی که برای ملت ایران جانش از دست داد و یک هفته سخت‌ترین شکنجه ها رو متحمل شد، در سالگردش یک شهر 14-15 میلیون نفری 100 نفر نرفته بودن. خب این واقعا خیلی وحشتناکه، وحشتناکه. کسی که جانش برای من داده، برای شما داده، ولی ما حاضر نیستیم که یک ساعت دو ساعت از وقتمون رو بذاریم در مراسم شرکت کنیم. این نتیجه چیه؟ خب این همه نتیجه حکومت دینیه، یعنی دین ما رو به هر حال به اینجا رسیده، این تبلیغات دینیه یا غیره است که ما دیگه اون وجدان اسمشو بذاریم، اون انسانیت اینا یعنی در کمرنگ شده. در واقع همینه، رحم نمی کنه. از طرفی می‌بینی مثلا مادر ستار بهشتی، اون نسی که دو ساله چه درد نمیگه، چه شکنجه شده. از طرفی می‌بینی نسرین سدوده، خانم نرگس، ما چند نفر هستن اینا؟ اینا باید تک و توکی که زندان بودن، همینایی که زندان بودن، همینایی که شکنجه بودن، همینایی که از زندگی ساقط شدن، همینا هم دوباره بیان از ستار بهشتی حمایت کنن. خب بقیه چی؟ بقیه همین تماشاگر بشن. صبر کنیم اگه که روزی که همه چیز درست شد، نه اینطوری باشه. در واقع جامعه روز به روز منافع شخص، اگر ما فقط به فکر منافع شخصی باشیم، خب بچه منم به هر حال یه روز اسیدشون باشه، بچه منم میخواد تو همین مدرسه بره درس بخونه، معلم باش خشن رفتار میکنه، جامعه باش با خشونت رفتار میکنه، پس فردا چه بسه که بچه من جز همین اعدامی هاست؟ وقتی 700 تا 800 تا 1000 تا اعدام میشن، وقتی در سال در یه جامعه نزدیک 14-15 هزار 20 هزار نفر در تصرف کشته میشن، وقتی بسیاری از سرطان های مختلف، از بیماری های مختلف از بین میرن، خب همینه که این جامعه به همین شکل تبدیل میشه. از طرف این در اروپا یک نفر چند روز پیش در همین فرانسه که یه تظاهره چی بوده، نمیدونم تظاهراتی بوده یا غیره بوده، اینا واکنش نشون دادن، به هر حال اونجا میشه از دست داده. یک هفته تمام وزرا، دولت، تلویزیون، صدا و سیما، همه دارن به این مسائل میپردازن که چرا ایشون کشته شده. خب اون وقتی اهمیت برای جامعه انسان ها قائل میشن، این میشه که جامعه واکنش نشون میده. ولی در ایران چی؟
شما ببین همین مسئله اسید پاشی یه مسئله بسیار کمی نیست که این مسئله در واقع اسید اینا روی 40 میلیون زن ایرانی پاشیدن. چه فرقی داره یه دختر ایرانی من با دختر من یا با همسر من هیچ فرق نداره، با مادر من یا خواهر من، در واقع ما همه از یک گوشه هستیم. بنابراین اگر ما در مقابل این جنایت واکنش نشون ندیم، یعنی هیچ حرکت انجام ندیم، خب این تکرار میشه و جلویش هم نمیگیرن. مثلا هم بررسی و تحقیق نمی کنن که چرا منجر به این خشونت ها به این شدت منجر به چنین رویدادهای اسفباری میشه. بنابراین تمام اینها از نتیجه حکومت دینیه. بعد حکومت دینی میاد فقط همین محرم عاشورا اتفاقا مشکل جالبیه. ما محرم عاشورا همش میگیم علیه ظلم اینا حسین قیام کرد. من میخوام ببینیم که 1400 سال پیش خود امام حسین علیه ظلم قیام کرد. طبق گفته شما درست میگه. ببینم الان هی من بیام تو سرم بزنم، زنجیر بزنم تو سرم بزنم، چه اون یزیدی که شما که اون شمری که شما میگید، خب به اون چه حالتی داره، چه کمکی به اون میکنه یا چه کمکی به من میکنه؟ در واقع این کاری که حکومت انجام میده به این شکلی که میخواد مردم ها با این کار ما چه زمانی تو سر خودمون میزنیم، معمولا یه وقت یا پدرمون یا مادرمون یه یک حادثه بسیار وحشتناکی که برای من اتفاق میفته میزنیم تو سرمون، میگم وای بدبخت شدیم، بیچاره شدیم پدر. دقیقا. خب ما مثلا در مصیبت ها در امام حسین یک سر دو دستی هم میزنیم، چون بسیار اینا رو تبریش هم دولت میکنه، گل هم بود سرمون میزنیم، دستم بدبخش نده بیچاره شدیم. یعنی ما خودمون رو داریم تحقیر میکنیم، خودمون رو داریم میزنیم بدبخش شدیم بیچاره شدیم، و از طرف میگیم که این کارها رو میکنیم که چی ثواب ببره. ولی ثواب چی ببری؟ از طرف جامعه که داریم زندگی میکنیم هر روز، فرض همین اسید پاشا، فرض همین دخترها، یا هزاران هزار از رویدادهای زمان حسین، اون چیزی که امروز در کنار ما، همسایه ما، برادر ما، خواهر ما، نمیدونم کسی واسه دارن کلیهشون میپوشن، اعضای بدنشون به خاطر چالاکی میپوشن، به خاطر یه وسیله میپوشن، یا اصلا خودفروشی میکنن. به شکلش هم شما دیدید الان سیغه در جمهوری اسلامی خودفروشی دیگه، فرق نداره، یعنی دقیقا خودفروشی رو بودن مثل سیغه از 9 ساعت تا 99 ساعت جامعه رو آلوده کردن به خودفروشی، به خاطر معیشت، اونم فقط به خاطر اقتصاد، نه به خاطر عشق و محبت و دوست داشتن، به خاطر اینکه طرف پولی گیرش بیاد این کار انجام میده. خب شما جامعه رو داری به فساد وارد میکنی، و همین جامعه که به فساد واردش میکنی از طرفی مذهب میای به شکل عزاداری، به شکل توسری زدن شادی های مردم رو میگیری و مردم رو عزادار میکنی که فرزن تفریحاتشون رو برن تو قبرستون ها. آقا ما ایرانی ها مرده ها رو از گور در میاریم بیرون، ولی زنده ها رو یه اسید تو صورتشون میپوشیم یا اونها رو بگور میپسیم. خب این کاریه که ضد انسانیه. شما ماریه های 1400 سال پیش اینا محترم بودن، انسان هایی بودن، کاری کردن. خب مال همین زمان الان من و شما باید ببینیم که دوران الانمون چه کسی ظلم میکنه، حقوق من چیه، من در جامعه که الان دارم زندگی میکنم آیا حق منه که حقوق نداشته باشم؟ یه حق دامینه که اگر که میخواستم حتی رنگ دباسم شاد بشه باید اسید به من بپاشن، یا اگر من عقیدم رو بیان میکنم باید من ببرن زندان، یا اگر من میام از کسی دفاع میکنم میگم ایشون درست میگه در جهت کرامت بشره، در جهت حقوق بشره، در جهت حمایت از انسان هاست، اینو بیان ببریم زندان، یا حتی خود افراد دینی مثل همین آیت الله بلجهتی، خود روحانی مسئلهش این بود که آقا من میخوام که چیز دینی رو تبلیغ کنم، و همینه آزاد نذاشتن و الان چندین سالشون در زندانه. بنابراین خب این حکومتی که اینجوری هست برای مردم نیست، برای ما همه مردم این سوال پیش میاد که اگر به همین نه تا اون بیعملی و بیتفاوتی ادامه داشته باشه بعضیم که بهتر از این نمیشه. دقیقا اینطوره. آقای ملکی صدای منو میشنوی؟ بله بله. تا اینجایی که صحبت کردیم بسیار جالب بود و میخواستم یه سوال دیگه از شما بکنم در مورد این کردهایی که رفتن برای
اینکه دفاع کرده باشن از کوبانی نظرتون چیه؟ واقعا این بیچاره ها، این 150 نفر تعدادی نیست، اینا اسلحه قوی و اینا که تو دست ندارن، خب اینا میرن کشته میشن دیگه، دنیا اصلا مثل که هیچ چیز براش اهمیت نداره، اینا اگه برن اینا کشته بشن و کوبانی هم بیفته دست داعش چه خواهد شد؟ ببینید همین گروه های اشاره کلیتر هم بکنیم که داعش در واقع به شکلی داره این پیام میرسونه برای همه ملت های اسلامی، به خصوص برای خود ایران، که اگر کسانی که مدعی دین هستن به حکومت برسن، آخر دین همینه، یعنی آخر دینی که با سیاست خواهد، یا داعش در میاد یا طالبان در میاد یا غیره، اگه با سیاست قاطی باشه. ولی اگر دین جدای از این باشه، خب هم دین میتونه یه مدار بیرایشش کنیم، یه مدار اصلاحات انجام بدیم که مطابق با روز و با خیرت باشه. ولی اگر دین بیفته دست کسانی که قدرت دارن، میخوان دین اجرا کنن. اتفاقا داعش داره میگه ما دین طبق 1400 سال پیش اجرا میکنیم، دین میخوایم ناب و خالص اجرا کنیم. بنابراین اگه بخوایم ناب و خالص دین 1400 سال پیش اجرا کنیم، خب به یه شکلی همین مثل داعش رو نمیدونم، میگن کسی دزدی کرد ما دستش قطع کنیم، یا اگر کسی اینجور که مرتده یا غیره. اگه بخوایم این پیام رو به من میده که به این سمت سو بریم که دین در جایگاه خودش محترمه، مثلا این کشور اروپایی که الان مسیحی ها عبادت خودشون میکنن و حکومتگران حاکمیت دارن بر ملت و هر انتقادی رو میپذیرن. بنابراین این سوال هم به شکل کلی بگیم که اگر به این شکل باشه، به هر حال وضعیتی که داریم پیش میریم الان، شما ببین اگر یک حکومت غیر دینی در ایران بود، مطمئنا شما بدونید که سال 700 تا نمیتونه صدا بکنه، سال 300 تا نمیتونه، سال 100 تا نمیتونه صدا، همینطور که در زمان شاه چقدر ادام میکردن، یا آمارش خیلی خیلی اندکی نسبت به الان که حساب بکنیم. بنابراین وقتی که دین افتاد، وقت به نام دین دیگه هر کاری رو بر خودشون مجاز میشمارن، و بعدم که این وضعیت رو درست میکنن که مردم رو سرگرم مسائلی میکنن و از طرف میبینن که حق و حقوق اصلیشون رو فراموش کنن و بر همون باورهای یه چیزایی هم که بیشترش خرافات اونها رو قاطیش میکنن. یه مسئله مهمی هم هست که وضعیت ما رو به اینجا میرسونه، اینه که شما ببینید در همه جامعه ها اگر همچین وضعیتی برای جامعه پیش بیاد، گروه های مختلف واکنش نشون میدن. هر گروه، هر شخصیتی در ایران یه محبوبیتی داره. الان مثلا شما ببینید، مثلا آقای شجریان، خب ایشون گاهی واکنش نشون میده، اثر هم داره، خوب است. ولی اکثر هنرمندای ما، اکثر کسانی که خواننده هستن، هنرپیشه ها و ستاره های سینما هستن، شخصیت ها برجسته ای هستن که در داخل ایران به هر حال یه سری هوادار دارن، فوتبالیست غیره، در تیم ملی، کارهای فرهنگی، اینا اگر که خودشون یه مقدار بیان در اون اهدافی که اصلی که ملت داشتن پیوستن. ولی در ما اینجوری نیست، اکثر شما ببین هنرمندا، اکثر شخصیت ها کم هستن، اینایی که میان به ملت میپیوندن و از حقوق مردم دفاع میکنن، اینا اگر که وارد عرصه بشن، اینا تأثیر دارن، خیلی از انسان‌ها رو اینا میتونن تکون بدن. یه فوتبالیست خیلی معروف وقتی بیاد پاشو بذاره این بر طرف ملت و فرضاً از حقوق ملت، حالا نمیخوام بگیم 100% سیاسی، خیلی کار هست الان در ایران سیاسی، یعنی فرض حقوق بشریه، حقوق بشر که دیگه نمیتونه بگه من سیاسی یا غیر سیاسی هم. حقوق انسانیه، اینا بیان از حقوق انسان ها دفاع کنن، بگن در این بخش رژیم باشون کاری نداره، حتی یا یه مقدار فشار میده، منتها هر چقدر آمار اینها بره بالا، موقع است که برای رژیم هزینه داره. متاسفانه اون شهامت و شجاعت رو از ما گرفتن. شما ببینید یه نمونهش که آدم بسیار شجاعی و تأثیر گذار بوده، همین چند نفری هستن که داخل ایران خیلی تغییرات جدی رو دارن به وجود میارن، یکیش همین محمد مریزاد، یکیش نسرین صبوبه، نرگس محمدی، دکتر محمد ملکی و چند این همه ایرانی که ما داریم کجا هم پر؟ اگر اونا هم وارد گود بشن،
به هر حال میتونن جامعه رو به سوی ببرن که یه حاکمیت رو تحت فشار قرار بدن که یک حرکت های یه تغییرات بنیادین رو در جامعه به وجود بیارن. ولی متاسفانه اکثریت ما بی‌تفاوت شدیم، این خطریه. و رسانه ها مثلا رسانه شما یا قیده به نظر من با افراد باید مصاحبه بکنه و اینها رو یه مدار کاوش کنن و ببینن که چرا به اینجا رسیدیم و تا کی میخوان اینا سکوت بکنن. خب اینا وارد عمل بشن، حالا همه یه جور که نمیخوان بشه، حداقل یه جور بگیرن از یه برنامه حقوق بشری. فرض بگیریم مثلا اعدام. خب ما برای ایرانی شرمنده شرماور نیست که برای هر ایرانی که کشورش یک زمانی در 2500 سال پیش در زمان کوروش مفاد حقوق بشر داشت در رابطه با حقوق و کرامت انسان ها، اون زمان 2500 سال پیش، الان بعد از این همه سال، حالا ما بیاییم در دنیایی که 140 کشور اعدام در اونها منسوخه، ما جزء اولین کشور در دنیا باشیم که اعدام داشته باشیم، اون هم در ملأ عام، در بین چشم های مردم. یعنی در واقع اسید در این اعدام داریم، اسید میپاشیم تو چشم مردم، خشونت در بیش میدیم. خب این برای من ایرانی که خارج از کشور هستم یا داخل شرم‌آور نیست که اعدام داشته باشیم؟ این همه زیادی. خب این وقتی که رسانه ها باید ما تمرکز با یک کار، اگر میخوایم که جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم به سوی یک حاکمیتی که دوست داریم، یه سلاح داره، باید این سلاح دستش بگیریم. سلاح جمهوری اسلامی از روز اول تا امروز کشتاره. اگه تا زمانی که این شمشیر برنده است، تا زمانی که این اسلحه دست جمهوری اسلامیه، میکشه و ملت هم بیرون نمیاد. یعنی ملت هم اونچنان تغییری نمیدن که بیان اون شهامت و شجاعت، مگه حالا چه روزی برسه نمیدونم. ولی برای یه سلاح خطرناکه، این سلاح ما باید ازش بگیریم. یعنی همه با تبلیغاتمون تمرکز بر این بدیم تا در جهان برای جمهوری اسلامی هر اعدامش هزینه داشته باشه، تا یه مقدار دنیا کشورهای آخه آقای ملکی ببخشید معذرت میخوام. اول از این که ملت واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخواد، حالا جمهوری اسلامی بیاد دست از آدم کشیش هم برداره، انقدر فجایع دیگه به وجود آورده، همه خانواده ها رو صدمه زده، کی حاضر با اینا کار بکنه؟ و چطور میشه یه ملتی هنوز راضی باشه که اینا بمونن؟ اینا واقعا باید از ریشه برن. میدونین چی میگم؟ خب ببین درست من متوجه شما شد. ببینید یه توضیح خوب بد نیست اینجا. ببین ملت خواهان تغییر هستن، شما به هر حال تغییر رو باید از یه جا شروع کرد. بله شما ببین، من وقتی که مثل که یه وقت مثال اتفاقا دوستانه رو بهش میگفتیم، مثلا یه دوستی ما داشتیم که این کار انجام بده، این سنگ یک کیلویی رو از وسط را بردار، میگفت نه من اگه اون کار بزرگ میکنم، من سنگ های 500 کیلو کمتر بردم. گفتم ببین وقتی میگی بیشتر میخوای انجام ندی، تو اول اینو ورش دار، بعد به اونم میرسیم. وقتی که یکی رو برداشتیم، دو کیلو، بعد کمک میکنیم اون سنگ 500 کیلو 1000 کیلو بر. ولی از اول بگیم من فقط سنگ 1000 کیلو برمیدارم، میخوای کاری انجام ندیم. بنابراین ما اگه فقط بگیم که مثلا میخوایم این کار رو انجام بدیم به طور قطع هم الان فلان، این کار نشدنیه. یعنی این کار ببینید زمان که از یک جوان باید شروع بکنیم، بعد خواه ناخواه وقتی که فشار قرار حاکمیت تحت اون شخصیت های مختلف، گروه های مختلف، تقاضاهایی هایی که دارن، اون حقوقشون که دارن، اون آزادی که میخوان، هم مثلا بخش زنان حساب بکنیم یا غیره، اینا باعث میشه که یک اتحادی شکل بگیره خانه‌ها و جامعه به سمت سوی بره که در جهت تغییرات حرکت بکنه. اون موقع چرا بالاخره قدم به قدم کار پیشیم. آره از اول دور دور واسه ما این کار انجام میدیم و غیر از این کار یا غیر از سرنگونی، خب باید زمینش رو فراهم کرد. تغییرات در حال یه زمینه داره، تو این زمینه نباشه. الان خیلی از زنان ما، ببین شما صفحه های سیاسی، یه صفحه الان فرض مثل همین آزادی های یواشکی در ایران، ظرف مدت یک ماه یا دو ماه یا سه ماه نزدیک به 700 هزار نفر لایک کردن. از طرف من بعضی صفحه های سیاسی بعد از دو سال، سه سال، چهار سال به 20,000، 30,000 نرسیده. این نشون دهنده چیه؟ مردم فعلا ببینید گام به گام میخوام بردم، مردم اینو میگن که ما یه گام کوچیک برداریم، یه تغییر رو انجام بدیم و این باعث بشه که
تغییرات بزرگتر هم به دنبالش بیاد. ولی اگر که فرضاً آقای نوریزاد میره اینجا میاد این طرف سالگرد نمیدن ستار بهشتی یا غیره، ولی ما اگر حمایت ازش نکنیم، اگر تبلیغات خارج از کشور زوم نکنن و این انتشارش ندن به اون شکل، در داخل هم اگر مورد حمایت قرار نگیره، خب رژیم اسلامی چه استدلالی داره؟ میگه که ببین چه خاره، میگه مردم خواهان تغییر حکومت نیستن. اما ما اگه دنبال تغییر حکومت هستیم باید یه کاری انجام بدیم. وقتی که انجام ندیم چه کار؟ خیلی کار میشه انجام داد. اگه مثلا در مرگ همین ستار بشی یه حضوری ما باید به هم برسونیم. حالا 5 میلیون نمیریم، 1 میلیون نمیریم، 20,000 10,000 نفر که باید بریم. برای اگه که نریم، شما ببین چقدر شخصیت در ایران هست. این همه شخصیت های اصلاح طلب به هر حال اونا مدعی هستن. خب نباید اینا رو باید به چالش کشون که شما که مدعی هستید حقوق شهروندی رو میگفتید، یا چطور شد که نسبت به کسی که شما اینو یک هفته شکنجه کردن بعد به شهادتش رسوندن یک قدم تو مجلسش حضور پیدا نکرد؟ خب اگه به این شکل بخوایم بریم، تغییرات زمان میبره، یعنی خیلی زمان میبره. این هم ببینیم همه خواهان تغییر هستن، همه خواهان بشه که همه خواهان تغییر هستن، ولی این تغییر باید یه مقدار هزینه بدیم. هزینه هاش هم حالا یکی میاد هزینه 100% میده مثل ستار بهشتی، خب من باید اقلا یه قدم بردارم 5% 2% یه هزینه بدم. ولی اگه بناس همه بشینیم، خب الان چند تا ما دیپلمات داشتیم؟ 4-5 تا دیپلمات برها با وجدان داشتیم. اینا از تمام امکاناتی که اونجا داشتن گذاشتن. برای اینه کسایی هم بودن که هیچ کدوم کار چیزی نداشتن، که به هر حال یه کارهایی داشتن که خدماتی بود. چون ببین در جمهوری اسلامی به هر حال مردم باید کار کنن دیگه. بله. اگه کار نکنن که کشور همونایی که الان اصلا انقدر دزد و اتفاقا قاچاقچی اشرار به وجود آوردن که اگه یه مقدار چیز بشه همونا شکم هم دیگه رو پاره میکنن ملت. بنابراین حالا اینا همه امکاناتشون رو گذاشتن اومدن. خب شرط یه هزینه ای رو ما دادیم. ما هم اگه میخواستیم خب بله، ما در داخل ایران که بودیم مخالف بودیم. من هم موقعی که داخل ایران بودم رأیم نمیدادم، تو سفارت هم بودیم رأیم ندادیم، در سفارت نایروبی بودیم کنیا، انتخابات ریاست جمهوری بود رأیم ندادم. گفتم شما چند سال سر کار بودید آقای ملکی؟ من؟ بله 20 سال. 20 سال؟ 20 سال بودم. قبلشم چند سال جبهه بودم. اینه نزدیک 7 سال من جبهه بودم، بعدش اومدم وزارت خارجه و یه مدت هم کوتاهی هم در بنیاد شهید قم بودم. بله 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 میفهمیدید درست میگین. چرا اگر مردم پشتیبانی کنن، ببینید ما یه مشکلی که الان داریم و واقعا موشکافی باید بشه که علتش چیه که ملت اینقدر خاموشه، ملت اصلا حرکتی انجام نمیده واقعا، و اینو جمهوری اسلامی به نفع خودش داره چیز میکنه. میگه که خب ببینیم ملت خوشحالن راضین از وجود ما، درسته که ملت راضی و خوشحال نیستن ولی خاموشن، هیچ حرکتی نشون نمیدن. به قول شما باید سر قبر ستار بهشتی خیلی بیش از اینها میامدن، ولی کجا؟ بله ببین دقیقا ببین خاموشی یه مدل به وقت به این حساب میشه که رضایته. ببین بله. وقتی که خاموش باشم، وقتی که به شکلی در واقع ببین یه وقت به شکلی قرض زدن ملت دل پرشون رو با هم که میشینن حرف میزنن، نارضایتشون رو به وسیله حرف زدن با هم دیگه میزنن، ولی اون هیچ فایده نداره، هیچ اثری نداره. اثری که نداره بلکه ممکنه باعث کدورت و حتی به شکلی در واقع ما وقتی که بحث‌های سیاسی هم می‌کردیم وقتا انگار که پنجله تو صورت هم می‌کشیدیم، چون واقعا بحثمون خوب نمی‌شد، ناراحت می‌شدیم چون یکی که مخالف نرد زد، ولی نتیجه‌ای نداشت چون اونی که فکرش چیز دیگه بود میگفت نه اینا کارشون درسته. ولی در جایی که باید حرکت بکنی هیچ حرکتی نیست. شما در همین فضای مجازی رو خیلی بی‌تفاوتی در بین ایرانیانه. شما ببین مثلا صفحه هایی که فرض میاد از ستار بهشتی، از اسید پاشی، از خیلی چیزهایی که در رابطه با حقوق بشر و در رابطه با مردم نیست که مورد ستم واقع شده میاد حمایت میکنه، مردم زیاد گوشی نمیدن. یا برنامه هایی که هست در رابطه با همین وضعیت داخل ایران یا غیره، بیشتر همین تلویزیون خارجی رو هم
اینقدر که من میدونم از داخل مردم ایرانم به هر حال میدونم موقع هم که بودم یه سری اکثریت دنبال اون چیزای تفریحشون میرن، ترانه و موسیقی و چیزایی که تو ایران ممنون به خاطر همین کانال گرفتن، حالا اتفاقی یه چیز سیاسی رو هم خوششون بیاد ببینن، ولی اکثریت کاری ندارن. وقتی من بهشون گفتی در یعنی جمهوری اسلامی افراد طوری بار آورده که منافع شخصی رو بیشتر میبینن، ولی اشتباه است. منافع ما در منافع کله. ما وقتی که جامعه بعضش خراب باشه، دختر من، پسر من، برادر من، خواهر من، پدر من در این جامعه نمیتونم احساس امنیت بکنم. همینه که شما میبینید از ایران هر کی بتونه فرار میکنه، به هر شکلی ممکنه اگر بتونه فرار میکنه، مگر اون بخشی که در واقع منافعشون گره خورده با داخل ایران، خب میرن و میان. مثل بخشی از خارجیان داخل ایرانیایی که خارج از کشور هستن که تفریحاتشون رو میرن یه دو ما تو ایران میکنن، بعدم به پرسی میگن نه ایران خیلی خوب وضعیتش خیره و زاله. بله شما فهم که بودین همین حرف نه. چرا؟ بعد اینجا دلار جمع میکنه یورو میگه یه دو ما تو ایران خوشگذرونی و تفریح و مهمونی و غیره، بعدم میگه وضع ایران. بقیه میگه وضع بقیه هم اینجوریه، آدم ها دارن کلیه میفوشن اعضای بدنشون، این کار غیر ممنوع، این کار در کشور خارجی من یک نمونه نداریم کسی بیاد کلیهش رو بشه، مگر اینکه کسی خودش اهدا میکنه. بله کسی اهدا میکنه نمیفروشه. ولی خب در ایران شما به خاطر معیشت، به خاطر اینکه زندگی کنیم، به خاطر اینکه دخترش رو شوهر بده میاد این کار انجام میده. در هیچ کجا دنیا هم چیزی نداریم، یا جاهایی هم که داشته باشیم کشور هستیم که صد برابر از ما فقیرترن، ولی ما یک کشور ثروتمندی هستیم. به هر حال ما یک کشوری هستیم که حاکمیت ما مدعیه که ما بهترین حکومت داریم، ما یک حکومت دینی هستیم و غیره. این سمت و سو باید به هر حال رفت که مردم باید این تغییرات رو بپذیرن. بعضی تغییرات هم هست که مردم پذیرفتن. مثلا الان مردم پذیرفتن که بچه از دو تا دیگه بیشتر نمیارن، یا کمه دیگه سه تا میارن یا چهار تا پنج تا. حالا جمهوری اسلامی اگر خودش هم بخوشه 24 ساعت هم تبلیغ کنه، مردم دیگه زیر بار بچه اضافه آوردن نمیرن. اگر مردم در مورد دیگر مسائل هم به این روشنی و به این آگاهی برسن، شما مطمئن بشید که تغییرات صورت میگیره. من و کمک به این تغییرات هم تلویزیون های مختلف، حالا رسانه های مختلف که خارج از کشور هستن که بتونن با افرادی که به هر حال آگاهی بیشتری دارن، بینش بیشتری دارن و میتونن بیشتر با منطق و استدلال با همون بدن جامعه ایران، نه با تندروی، نه با اینکه فقط به گذشته برگردن یا غیره، چون به هر حال مردم از گذشته و رویدن خسته شده، میخوام ببینن که امروز چی باید بکنن و فرداشون چجوریه. هی مسائل گذشته رو بیارن چندان تغییری به حال اونها نمیده. اینا مسائل باز کنن یه مقدار آگاهی، به نظر من تا این آگاهی هم نباشه تغییرات وجود نمیاد. چرا که اکثریت جامعه به دنبال اصلاحات نیستن، و اگر به دنبال اصلاحات بودن، به دنبال تغییر بودن، به دنبال منافع شخصی نبودن، 100% میتونه این روند باشه که به سوی رشد و پیشرفت و همون بنیادین آقای ملکی سرنگونی ما باید بگیم سرنگونی حکومتی که سرنگون حکومت دینی، یعنی حکومتی که اگر ما همین پله رو بتونه موفق بشیم بریم بالا، که این حکومت رو اولش از دین و سیاست جدا کنیم قدم به قدم، اگر همین کار رو انجام دادیم قاعدتا به سوی انتخابات آزاد، به سوی نمیدونم تغییرات بنیادین پیش میره. مرسی آقای ملکی، با تشکر از شما، برای که وقت ما امروز یه خوده داره کم میشه، از اینکه شما امروز وقت گذاشتیم با ما تشکر میکنم. امیدوارم که در برنامه های آینده هم در خدمتتون باشیم و بیشتر بتونیم از وجود شما استفاده کنیم. با تشکر از شما و امید این که در برنامه های آینده ببینیم. با سپاس از شما و امیدوارم که آینده بهتری برای ملت ایران داشته باشیم، چون ایرانیان شایسته یک حکومت دموکراتیک و آزادی هستند که هر کجای دنیا که گذرشون افتاد به ایرانی بودن خودشون افتخار کنن، نه اینکه ایرانی هستن ولی ازشون میپرسن شما کجایی هستی، بگه ایتالیایی هم.
بگه مثلا فلان کشورم، چرا که از حکومت ایران که در جهان باعث شرم ایرانیانه، حکومتی که در کشورهای خارجی الان ایران به عنوان یک کشور اعدامی، یک کشوری که تا به ما میگن همین کشورتونه که وسط خیابونا اعدام میکنن، اینا مال 100 سال 200 سال پیش بوده و این شرم آوره. امیدواریم که به اون روز برسیم که حاکمیتمون و باعث افتخار همه ما ایرانیان باشه، نه مثل امروز که باعث افت و سرفکندگی ماست. با درود به شما، ممنون. با درود. روز خوبی داشته باشید. همچنین. مرسی. بله، دوستان عزیز، یه صحبت کوتاهی باهاتون بکنم در مورد همیاری و حالا دیگه نمیدونم که چه صحبتی باید کرد در واقع. برای همیاری دارن دوستان جدیدم میپیوندن به این تلویزیون و دارن کمک میکنن، ولی خب زمان کوتاه میشه، پوله هی داره بزرگتر میشه، جمع میشه بزرگتر میشه. اگر لطف کنید زودتر خواهش میکنم این همیاری رو برسونید، برای که تایممون با قول معروف داره خیلی از دست میره. میخواستم تشکر کنم از آقای خسرو که تلفنی با من قبل از برنامه صحبت کردن، ایشون و $500 همیاری رسوندن توسط یکی از دوستاشون و خودشون و داشتن به من میگفتن به بینندگان حتما اینو بگید که به دوستانشون، به فامیلاشون، به هر کسی که واقعا علاقه به کشورش داره صحبت بکنن و بتونن همیاری رو واقعا به این تلویزیون برسونن. حتی اینو گفتن اگه بشه 1000 نفر رو ما داشته باشیم و مای $50 این 1000 نفر بدن، ما دیگه مشکل مالی نخواهیم داشت. گفتم چشم، من اینم میگم برای که همیشه ما گفتیم، ولی امروز از قول شما می صحبت من خواهم کرد. امیدوارم که در طی این برنامه تا تموم بشه همیاری‌های بیشتر شما واقعا به دفتر تلویزیون آریایی برسه و مناز خانم اعلام بکنن که امروز چقدر همیاری رسیده. تشکر میکنم از اینکه دوست دارین این تلویزیون بمونه، ما هم دوست داریم بمونه. یعنی در واقع حقیقت شو بخواید باید بگم باید بمونه. چرا؟ برای که الان ما در یه شرایط خیلی بدی قرار گرفتیم و ملت ایران، کسایی که با این تلویزیون عادت کردن، دوست دارن و اخبار و مسائل رو میشنون، دارن مرتب زنگ میزنن، خواهش میکنن، التماس میکنن حتی که این تلویزیون رو نگه دارید. باور کنید اگر میشد که از ایران واقعا همیاری برسه، اصلا احتیاج به این دوستان خارج از کشور ایران هم نداشتیم، برای که انقدر جمعیت در ایران هست که اگر $1 هم یه خانواده بده این هزینه ها همه پرداخت میشد. ولی متاسفانه شرایط هست که نمیتونن اونا از ایران کمک کنن. در نتیجه همه چشم و امید و آرزوشون شده شماهایی که این ور هستید و تا به امروز کمک کردید. امیدوارم بیشتر از این بتونید کمک کنید و این کمک از دوستاتون بگیرید، از در همسایه ها بگیرید، از مهمونی هایی که میرید صحبت کنید. همون تو مهمونی که هستید وقتی صحبت کنید، بگید یه تلویزیونی با این شرایط هست و داره به ملت ایران کمک میشه، همونجا به همه دوستان 10 نفرن 5 نفرن 4 نفرن حتی 1 نفر هست، بگو مبلغی که میخوای کمک کنی بده من میفرستم. برای که ماها واقعا بعضی همون دوست داریم کمک کنیم، علاقه به این داریم کمک کنیم، ولی یه خودم فراموشکاریم. همون موقع میگیم بله حتما منم کمک میکنم، حتما منم فردا یه چک میفرستم، ولی اون فرداها هنوز نیومده به دلیلی که هم فراموشکاریم هم گرفتار و بیزی کارامون هستیم. در نتیجه این کوچکترین کاریه که شما هر کدوم میتونید در مهمونی ها، در جاهایی که میرید صحبت کنید، همونجا پولو بگیرید و جلوی خود طرف هم تلفن کنید به آفیس، بگید اینقدر دوست من داده. یعنی اگر شما این کارا رو انجام بدید، واقعا ما به این کمبودها دیگه بر نمیخوریم. زمانی که ما بتونیم این مبلغ رو بپوشونیم، دیگه مشکل ما حل شده، میتونیم هر ماه واقعا مثل گذشته پولو جمع بکنیم.
آقای روزبه، آقای پیرامون روی ار هستن. بفرمایید. آقای پیرامون. جانم درود بر شما. درود بر شما عزیز. حالتون خوبه؟ مرسی، خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنونم. آقای پیرامون چه اخبارهای جدیدی داریم بر ما؟ والا عرض کنم خدمتتون، من بیشتر در رابطه با مسئله که گزارشاتی که رسیده بود، اولا قبل از اینکه من این گزارشات در رابطه با خانم ریحانی مطرح کنم، من از آقای مصطفی بسیار سپاسگزارم که این اطلاعات نوشت. اولا در رابطه با مسئله مرتضی سربندی، خانم تهرانی، اصولا وقتی که یه دختر خانمی بعد از 7 سال اعدام میشه، یعنی پرونده اون متهم به قول جمهوری اسلامی مبهمه و این مبهم بودن پرونده در صورتی که اگر محرز بود که ایشون اون کشته، می مطمئن باشه جمهوری اسلامی اون قاتل یا اون شخصی رو به 1 سال دوام نمیورد و اعدامش میکرد. ولی در رابطه با مسئله بعد از قتل مرتضی سربندی که مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود و مسئول مامور اطلاعاتی و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران بوده، ایشون هم کاراته باز، قهرمان کاراته بوده، همین که 192 سانت قد داشته، همین که بین 80 تا 90 کیلو وزن داشته. و این سال پیش میاد اون خانومی که به نام ریحانه خدا بیامرز بوده، چگونه تونسته با یه ضربه کار این آقا رو تموم کنه؟ دستگوی خانم 165 سانت بوده با 60 کیلو وزن. ولی اون چی که مسیر این پرونده رو عوض کرد، خانم تهرانی بعد از قتل مرتضی سربندی در این معامله آقای شیخی شخصی را میخواد. آقای شیخی یکی از ماموران اطلاعاتی بوده که دقیقا در اون صحنه حضور داشته. من ایشون رو متهم نمی کنم، ولی در اون صحنه حضور داشته، حالا یا قبل از من، قبل از اون جنایت یا بعد از اون قتل. بعد آقای سربندی، آقای شیخی شخصی را میخواد به نام قاسم شعبانی. قاسم شعبانی وکیل امنیتی مرتضی سربندیه که خواسته، یعنی دوست آقای شیخی از قاسم شعبانی خواسته که یک مسیر رسیدگی به پرونده را تغییر بده. چرا تغییر بده؟ خودشون باید پاسخگو باشن که اینم پیداش نیست. در مجموع در مقابل این تجاوز که قرار بوده دو نفر انجام بدن، این دختره به قربانگاه میارن، یعنی همون خونه است. و تنها کسی که سه چیز رو از خانم ریحانه خواستن، خانم تهرانی و بینا میکنن، یکی که آلت چاقو رو بگه من خریدم، یعنی یه چاقو 50-60 سانتی. دومی که بگه آقای سربندی به من قصد تجاوز نداشته. سومی که در ورودی بسته بوده. اگه در ورودی بسته بودی، چرا آقای شیخی کلید انداخته در باز کرده؟ دوم، خیلی جالبه، در صفحه 8 کیفرخاص، در صفحه 8 کیفرخاص یه لحظه مشکلی پیش اومده، اجازه بدید من ردش کنم. در صفحه 8 کیفرخاص دقیقاً آقای شاملو، بازپرس شعبه یک جنایی که در تنظیم این پرونده دست داشته، میگه اگر نگاهی در سطر 4 این کیفرخاص صفحه نگاه کنیم، متوجه میشیم که آقای شاملو بازپرس دقیقا در اون کیفرخواست می نویسه که مقتول قبلا کارمند وزارت اطلاعات بوده، یعنی الان نیست. یعنی این همون چیزیه که آقای شعبانی در یک گفتگو خبرنگار انتظامی میگه که آقای سربندی دکتر پزشک عمومی بوده و مسئول بیهوشی و هیچ موقع، یعنی هیچ زمانی کارمند وزارت اطلاعات نبوده. آقای شاملو بازپرس شماره یک دادگستری تهران میگه تا سال 1972 ایشون مأمور اطلاعاتی بوده و بعدش نبوده. بعد از این جریان، آقای جلال سربندی، فرزند مرتضی سربندی، وارد صحنه میشه، با خانم ریحانه در زندان ملاقات میکنه. بعد به خانم ریحانه میگه اگر شما اون متجاوز، یعنی تجاوز رو پس بگیری، به داستان تغییر بدیم، ما خانواده ما از گناه تو میگذریم. در صورتی که اصلا این احتمال داشت این آقا دروغ بگه، به دلیلی که اون شرایط 7 سال زندانی و اون شرایط پرونده که 5-6 تا از صفات مهم اون پرونده توسط وزارت اطلاعات برداشته میشه، به همین دلیلی که خانم ریحانه در پرونده، خانم ریحانه در اون دادگاه مبهم بوده که به 7 سال رسیده. و از همه مهمتر، وقتی که آقای جلالی با جلال سربندی با ایشون ملاقات میکنه، به خانم ریحانه میگه اگر شما در ساعت 8:30 بعد از ظهر، در زمانی که اخبار صدا و سیما جمهوری اسلامی بر کانال دومش پخش میشه، شما بیاید صحبت کنید که پدر من نمیخواسته به شما تجاوز کنه، ما از گناه شما میگذریم. بعد درست دقیقا سناریوها همه چی عوض میشه خانم تهرانی. یعنی سناریویی که
سناروز نویسا و هدایت کنندگان وزارت اطلاعات در رابطه با ریحانه انجام دادن، اینجا نشون میده که ریحانه اون آقای مرتضی سربندی معلوم نیست به چه طریقی کشته شده، چون وقتی یه آدمی با 192 سانتیمتر با 90 کیلو وزن قربان کاراته بوده نمیتونه با یه ضربه کشته شده باشه، بس نفری بوده در اون صحنه و اون نفر هم آقای شیخی بوده. بس بستر اینه، این دختر بیگناه اعدام شده خانم تهرانی و در مجموعه قاسم شعبانی همه کاره بوده، یعنی پرونده رو عوض کرده، مسیر پرونده رو عوض کرده، دقیقاً بر علیه خود ریحانه با دادگستری ساخت و پاخت کردن. یعنی این دختر در مجموع قربانی یک طرح توطئه‌ای بوده که جونش از دست داد، ولی اونجا الان بازی اینجا شروع میشه که مثلا پروژه شهیدسازی توسط همسر آقای مرتضی سربندی شروع میشه و اون نامه سرگشاده که در وبلاگ خود خانم همسر سربندی نوشته میشه دقیقا توسط ماموران اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی این وبلاگ ساخته شده و اون خانم از شوهرش یک شکلی میسازه، یعنی مینویسه که انگار شما تصور میکنید مثلا ایشون امام حسین بوده و شهید شده. یعنی پروژه شهیدسازی درست دقیقا این آقا که کشته شده میخوان به عنوان شهید قالبش کنن به خورد ملت بدن و دقیقا ایشون شهید نشده، ایشون کشته شده به خاطری که میخواسته به یه دختری 19 ساله تجاوز کنه. دقیقا این خانم با این بازی ها و این سناریا با همکاری وزارت اطلاعات در اون نامه سرگشاده آنچنان قلم ورسایی کرده در رابطه با شوهرش که شما اصلا یعنی شوهره رو مبرا از تمام این اتهام ها کرده و این مسئله اینه که ایشون بیگناه است، یعنی بیگناه کشته شده و جزء پروژه شهیدسازی بوده و تمام این برنامه دست دو نفر بوده، یکی آقای شیخی و یکی قاسم شعبانی وکیل امنیتی خود مرتضی سربازی. بله آقای پیرامون، ببینید من داشتم قبلا صحبت میکردم گفتم ملت همیشه تو سادگیش میخواد بمونه، اینا برای رد کردن مسائلی که خودشون به وجود میارن یک کسی رو قربانی میکنن که اون ریشش اون سر نخش واقعا پیدا نشه و برملا نشه. الان ببینیم مسائل اسید پاشی، بچه های جوان برای اون شعر هپی بلافاصله رفتن و شناسایی کردن و گرفتنشون، ولی برای اسید پاشی اینا الان 2-3 هفته است دارن همینجوری طول میدن. خب معلومه که کار خودشونه. این ریحانم به قول شما واقعا بیگناه سرش رفت بالای دار به خاطر که خواست رو حرف خودش بمونه و درود به روحش، روحش شاد که این دختر این زن جوان واقعا تونست اینجور بیسته و جلوی جمهوری اسلامی بگه اقلا یه نفر میگه نه. اینا همه خودشون میدونن چه جنایتکارایی هستن، همشون خودشون میدونن چه مردای هرزه‌ای هستن. وقت این زن سربندی هم حالا ممکنه که تحت فشار اینا باشه، یا اگر تحت فشار این نباشه چطور زنی میتونه تحمل کنه ببینه که شوهرش انقدر خیانت بهش میکنه که بلند میشه هر دقیقه میره با یه کسی؟ آخه میشه یه زن انقدر تحمل کنه بعد تایید کنه؟ امکان نداره. خانم ترنس، سه اصل، سه موضوع را، سه داستان از خانم ریحانه خواستن. یکی این که بگه که من چاقو رو، یعنی چاقو 50-60 سانتی نمیدونم، میخواست گاو بکشه، 60 سانتی کجا کیفش قرار بوده بده. دوم چاقو رو بگه من خریدم. سوم دوم بگه که در ورودی قفل نبوده، باز بوده. سومی که بگه آقای سربندی نمیخواسته به من تجاوز کنه. وقتی که تمام این ترفندها از وزارت اطلاعات روی خانم ریحانه کارگرد نشد، نتیجه جن اینا اومدن این خانواده رو تحت فشار قرار دادن که رضایت نده به مرگ به این خانم ریحانه. چرا؟ چون آقای جلال سربندی وقتی با ریحانه تماس میگیره تو زندان باش ملاقات میکنه و قول میده که اگر شما به من تلویزیون بگی که من پدر من متجاوز نبوده، ما از گناه شما میگذاریم. ولی از اونجا وزارت اطلاعات این سه اصل از خانم ریحانه میخواد، خانم ریحانه زیر بار نمیره، نهایتا وزارت اطلاعات فشار میاره به خانواده سربندی که رضایت ندن. یعنی یک جنگ و جدلی بوده بین وزارت اطلاعات، خانواده سربندی، خانواده. بعد
اینجا که آقای شاملو بازپرس بیوجدان دادگستری شماره که جنایی تهران وقتی می نویسه ایشون پلی چیز نبوده، مأمور اطلاعاتی تا سال 1972 بوده و بعدش نبوده، خانم پاکروان مادر ریحانه اعتراض میکنه. وقتی که خانم پاکروان مادر ریحانه اعتراض میکنه، آقای جلال سربندی فرزند مرتضی سربندی وارد صحنه میشه. در مصاحبه با روزنامه اعتماد تهران آقای جلال سربندی میگه پدر من مأمور اطلاعاتی بود، یعنی تایید میکنه، ولی آقای شعبان قاسم شعبانی اون تایید نمیکنه، یعنی منکر وزارت اطلاعاتی میشه. بعد از یک طرف اونجا سازمان میگم قاسم شعبانی که رد میکنه، جلال سربندی اینه تایید که میکنه، چی میگه؟ پدر من پزشک عمومی بوده، وارد کننده لوازمات بیمارستانی بوده و دارو، یعنی بودن ماموریت پدرش به عنوان مامور زبده را تایید میکنه. حتی وابستگان این خانواده به عنوان که آقای سربندی که از ماموران زبده وزارت اطلاعات سپاه بودن تایید میکنه. و این بازی هایی که این سناریوهایی که برای اعدام کشوندن این دختر بوده، درست مسیر پرونده را طوری هدایت میکنه توسط قاسم شعبانی که سریعا بره تو دادگاه و بعد از دادگاه بره دیوان عالی کشور و حکم اعدام این دختر رو بگیرن. حالا اگر این دخترم میگیم کشت و دقیقا هم درست کشت، چون ناجوان مداره نکشت، درست کشت، از حسی از شرف ناموس خودش دفاع کرد. طبق قانون بشریت هر کسی از ناموس خودش در خارج از کشور اروپا اتفاق بیفته، قانونا ایشون مبرا میشه از اون زندان رفتن و محکوم شدن در دادگاه. حالا ایشون کشت، خب حالا که کشت دقیقا چرا 7 سال پروندهش، چرا 7 سال ایشون زندانی کرده بودن؟ اگه بگیم سن قانونی نیست که شما بچه های 14-15 ساله که به طور تصادفی یه نفر میکشن تا 18 سالگی میبرین زندان، بعد هم پایدار اونا رو آویزون میکنین. حالا ایشون پروندهش 7 سال طول کشید. اینجاست که یه مقدار شعبه ایجاد کرده بین شیخی و قاسم شعبانی و آقای شاملو بازپرس دادگستری شماره که جنایی تهران، این همه تضاد، یعنی با هم دیگه نمیخونه. خانم تهرانی، بله، در حال امیدوارم که پرونده رو بشه یه روزی و واقعا اونایی که مقصرن افشا بشن، چه کسایی هستن و واقعا باید اونها اعدام میشدن، نه ریحانه نازنین ما، که اینا همه فشارشون روی زن ایرانیه، همه ظلم و ستمشون روی زن ایرانیه. ولی درود بازم به روح ریحانه جباری. آقای خبر دیگه چیزی دارین شما؟ آره، براتون خبر دیگه هم دارم. یکی این که رسانه‌های مالزی از قول پلیس آن کشور اعلام کردن که در یک عملیات گسترده یک ماهه 7 کیلو مواد مخدر به ارزش 340 هزار دلار آمریکایی توسط 7 نفر ایرانی گرفتار شدن. 5 تاش مرد هستن، جوان هستن، 2 تاش زن هستن. این خبرگزاری مالزی به نام برناما میگوید مواد کشف شده که 340 هزار دلار ارزش داشته در اختیار این 7 نفر، 2 خانم و 5 آقای ایرانی بوده که اینا الان در بازداشت موقتن. و خبر دیگه اینه که یک جوان آلمانی 20 ساله که در صفوف جریان گروه تروریستی داعش خدمت می‌کرده، بعد از بازگشت به آلمان در دادگاه فرانکفورت آلمان محاکمه میشه و ایشون در همون دادگاه اظهار ندامت میکنه، پشیمانی میکنه که فعلا دادگاهش برقرار در فرانکفورت تا ببینیم سرنوشت این جوان 20 ساله آلمانی چه خواهد شد. ایشون هم مسلمان شده بود که بعد وارد گروه داعش در عراق شد. یعنی آلمانی بوده؟ بله، یه جوان 20 ساله آلمانی بوده که مسلمون شده و مدت‌ها در بر علیه ارتش سوریه در سوریه جنگیده در کنار داعش و بعدش هم در عراق جنگیده و بعد از اینکه برگشته به آلمان، پلیس جنایی آلمان اینا رو بازداشت می‌کنه، زندان می‌کنه و در محاکمه در یک دادگاه آلمان در فرانکفورت ایشون رو محاکمه می‌کنه و ایشون در همون دادگاه اظهار پشیمانی ندامت می‌کنه که مرا ببخشید من اشتباه کردم، ولی برای دادگاهش برقراره. حالا معلوم نیست حکم چی باشه، زندان باشه، آزاد باشه، برحال خبراش بعد خدمتتون میگم. بله دیگه خبر دیگه ای ندارین دیگه؟ نه، این دوتا خبر بود و اون در رابطه با پروژه شهیدسازی خانم همسر سربندی. بله، ممنون از شما که محبت میکنین، هر چند وقتی این اخبارهای جدید رو برای ما تشریف میارید، اعلام میکنید و دوستان با خبر میشن. سپاسگزارم خانم تهرانی از فرصت به من دادید و من در خاتمه میخواستم از تمام هموطنانم، از تمام کسانی که واقعا عاشق ایران هستن، از تمام کسانی که اگر
برای این رژیم قدارکش جمهوری اسلامی میخوان مبارزه کنن و اونو سرنگون کنن. چون من میخواستم پاسخ آقای جناب ملکی بدم که بسیارم بهش اراده دارم، مملکت ما ملت ما دنبال تعویضه نه دنبال تغییره، و امیدوارم مردم ما، هموطنای ما به این شبکه ایران آریایی تا اونجا که میتونن کمک کنن. اگر واقعا ما باید وظیفه داشته باشیم به هر رسانه‌ای که مورد علاقمونه کمک مالی کنیم، حداقل سر پا بیستن که بتونن حداقل از امکانات مالی بهتری بتونن برنامه بهتری ارائه بدن. من از هموطنان میخوام به این شبکه کمک کنیم، باید به هر طریقی از یه دلار به بالا هر چی میخوایم میتونید کمک کنید. برای کوتاهی نکنید، چون خدمت شما به ایرانه نه به شبکه ایران آریاییه. مرسی، تشکر میکنم از شما. بسیار سپاسگزارم. پاینده ایران، خدا نگهدارتون. قربان شما، خداحافظ. بله، یک کلیپ آقای روز به لطف کنین، پخش کنین، بعد بر میگردیم خطا رو باز میکنم، اگه دوستان سوالی دارن میتونن تشریف بیارن رو خطا. من امروز آهنگ چیزی کلیپ ندارم، اگه داریم بذارین، اگه نه که میتونین همون کلیپ شماره 4 رو بذارین، بذارین که ببینیم به بچه ها چی یاد میدن تو مدارس. دیدید صحنه رو؟ یعنی روزگار بدی شده حقیقتا که از بچه کوچولو دارن آدمکشی رو تو مغزش میذارن که تو باید یه آدمکش بزرگ بشی، و این باعث تأسفه، تأسفه برای بشریت واقعا، که اون پدر مادر ابلهی که حاضر میشن به بچه خودشون یاد بدن که چجوری سر آدم باید ببری، اونا رو واقعا نمیدونم باید باشون چیکار کرد. بچه به دنیا میاری که چی؟ یاد بدی که آدم کش بشه؟ برای چی به دنیا میاری؟ وقتی تو لیاقت اینو نداری که بچه داشته باشی، برای چی بچه میاری؟ و این آدم کشی رو یاد این بچه ها در مدارس میدن که این بچه ها روش کنن با ذهن آدم کشی بیان بالا. خب اگه قرار بشه اینقدر آدم کشی بکنن، پس دنیای دیگه نمیمونه که برای انسان ها کی دیگه زندگی کنه؟ مردم فکر میکنن خب چند سال مگه زندن، ممکن یه خطایی بکنن زود سرشون رو میبرن اینا. که وقتی میگم دنیای عجیبی شده و واقعا اگر کنترل نشه به زودی، که البته دیدیم که امریکا و بقیه میگن چندین سال طول داره، هیهات اگه قرار باشه چندین سال طول بکشه این آدم کشی ها، دیگه احتیاجی نیست به نجات انسان ها. انسان ها تبدیل به یه مش شیطان شدن، کدوم انسانی رو دیگه میخوان نجات بدن؟ چیکار میخوان دیگه بکنن واقعا؟ تلفن‌ها رو من گفتم باز کردن براتون، اگه لطف کنید تشریف بیارید رو خط اگه سوالی دارید، ولی ازتون میخوام خواهش کنم تلفن‌هایی که میزنید تلفن‌های همیاری باشه، ما بتونیم در این زمان کمی که داریم یه همیاری واقعا بتونیم از شما داشته باشیم، بتونیم یه مقداری این مبلغی که خیلی کمه بپوشونیمش. و در ضمن
یه خبر بسیار خوبی دارم، حتما از دیروز دالا روی صفحه تلویزیون دیدید، ولی اگر ندیدید متوجه نشدید، روز همین جمعه که داره میاد، میشه هفتم این ماه، یک گفتگوی من با اولیا حضرت شهبانو ایران خواهم داشت در ساعت 12 به وقت لس آنجلس. یادتون باشه به دوستانم اگر علاقمند هستن بفرمایید که حتما این ساعت پای تلویزیون باشن. بعد از مدت ها بالاخره ما موفق شدیم که از شهبانوی نازنینمون وقتی بگیریم و بتونیم این مصاحبه رو انجام بدیم. مرسی آقای. بله. آقای فراز $500 خواهش کردم برای کمک اعلام کنید. $500 آقای فراز دادن، آقای خسرو هم که عرض کردم قبلا $500 دادن، خانم بتی $30 دادن که قبلا هم داده بودن. امیدوارم همیاییاتون بیشتر بشه، تلفن کنید و خواهش میکنم که مبلغی رو بپردازین که بتونیم واقعا این ماه و ما پرداخت کنیم و بمونیم، نه اینکه 15 واقعا بگیم. تلفن از ایران میگیریم؟ بله بله بله، تلفن میگیرم، بگیم بای بای، این همه شماها سرمایه گذاری کردید، زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، پولتون رو گذاشتید، احساساتتون رو گذاشتید، ما هم به همطور بالاخره ما هم اومدیم اینجا نشستیم صحبت کردیم، کم و زیاد سر شما رو درد آوردیم، هرچی که هست نمیتونیم به این راحتی بگیم خداحافظ شما، نه، زمان زمانیه که الان باید باشیم و بتونیم با هم دیگه به ملتمون کمک کنیم. بفرمایید، رو خط هستید. درود بر شما خانم تهرانی، درود به آیر بزرگ، درود به تلویزیون شما، این تنگری که ایرانیان که اونزن که ایرانه خارج بسیارم رو نگه دارن. درود بر شما، تماس میگیرم. بله خانم تهرانی، خواستم یه عرضی خدمتون بکنم. جانم، این صحنه که شما میزنشون دادیم واقعا درست بود و بچه ها رو این بسیار تصویل قلب بار میاره، ولی من به نظر من این کار باید جهانی بشه، در قرد هم به فرم دیگه خواهم تهرانی، این بازی های بچه ها که من خب ما خونا فیران درگیرش هستیم، میبینیم که بچه خونا هم درگیرش هستن که اونها رو بطرن این آدم کشی هایی که به عرض درستی به صورت مجازی، ولی بچه ها رو بسیار سنگل بار میاریم، من فرزان خودم بگم سنگل بار میاریم، من نظر این کار باید یک سیستم جهانی براش پیدا شه، ما اگه از همدیگه ازدواج کنیم و به همدیگه بگیم از هم که نه من کشور همتون رقصم یاد بودم که گوستم به باشه نه هیچی بدونستم، این مسئله هم که وجود داره که بچه ها که مجازی در آدم کشی های شرکت میکنن که به طور بازی، این هم واسه بچه ها بزنید بودن یک سطح گرسه به دهانی انجام بشه و ما باید همه دی با من پدر مادرهایی که اسم مسئله بگیم باید این کار همه دی بشه به جهانی این کار انجام بشه، اونجا که سرش هم حرف هم گفته باشه. بله بله، اگه امری خدا نگه داره. مرسی عزیز، مرسی. ببینید درست شما میفرمایید، ولی من فکر کنم اول باید پدر مادرها ادوکیت بشن، یعنی آگاهی پیدا کنن که یه همچی تعلیماتی رو میخوان در مدارس بذارن و این پدر مادرها متوجه این مسئله باشن، با بچه هاشون صحبت کنن، طوری صحبت کنن که این بچه ها تحت تاثیر قرار نگیرن. چشم، وقتی که پدر مادر گوش کرد و با بچهش صحبت کرد، بچه اگه تو مدارس هم میان حالا سر بریدن نه کارهای دیگر یادش میدن، این بچه قبول نکنه و تو مغزش نگه نداره که دنبال این جنایت ها بره، اون خودش قدم اوله. به عقیده من باید این کار انجام بشه، اگر نشه بچه که تشخیص نمیتونه بده، بچه کوچیک 6 ساله 5 ساله که توی از مهد کودک ها شروع میشه و میاد به بالا، این چطور میتونه از خودش دفاع کنه؟ این انقدر پاک مغزش همه رو جذب میکنه، این وظیفه پدر مادر. بفرمایید، رو خط هستی؟ الو، صدای تلویزیونتون رو کم کنی لطفا. الو جانم، صدای تلویزیونتون رو کم کنی. من تلویزیونم قطعه. صدا میاد، بفرمایید.
بفرمایید نیزان. بله. درود بر شما. درود. من اولا که خیلی جای آقای وطنخواه خیلی خالیه. مرسی عزیزم. و ما واقعا همیشه جاشون خالی میبینیم. البته هر گلی یه بوی داره. ولی آقای وطنخواه هم خیلی واقعا برای ما عزیزن. و انشالله که تشریف میارن عزیزم. تشریف میارن. بله بفرمایید. بعد میخواستم اینو بگم که واقعا این چیزهایی رو که نشون میدن این آقایی که با اون هیکل چیز عجیبش اون زنگی رو انداخته بوده گردرش اینا اصلا میدونید اون شخصیتشون همونه، اون شخصیت باطنیشون همونه، یعنی روزی بشه که تمام اینا رو ما با این زنگیرها کشون کشون از مملکتمون خارج میکنیم با زنگیرهاشون، نه با عمامهاشون، با زنگیر. اینا هم لیاقتشون همینه. یا اون بچه که دارن چاقی رو دادن دستش میگن اینو سر این بوسفند رو ببر، این بچه رو از بچگی دارن بهش آموزش میدن. حالا الان شما فکر کنید ما خانواده ها، همه خانواده ها اینجا اگه یه فیلم میخواییم ببینیم، اگر اون فیلم مربوط به اون بچه همون نباشه بگیم دخترم بسرم شما برو اتاق دیگه بخواد دیگه یا به کار خودت باش، ما میخواییم فیلم نگاه کنیم. من. این فیلم برای شما نیست، ولی اینا بابا میسن از مادر و مادر بزرگ و پدر و پدر بزرگ دو تا دو که اینو تشویقش میکنن که گوسفند بکش. این آخرش چی میشه؟ قاتل میشه، آخرش تروریست میشه، آخرش هزار بلاییست که به شهر و همون شهر خودشون میاره. و ما باید کاری بکنیم که این ایرانی های ما این مسائل رو در مغز خودشون جا ندن، چون چیزهای خیلی بدیه، خیلی بده. مثل این اینه هم مادری که بگه بلند شو از اتاق برو بیرون اتاق خودت، ما میخواییم فیلم نگاه کنیم. این بچه میره. مرسی عزیزم. ادب رو که خونه بهش یاد دادم. مرسی جونم. خیلی ممنونم. بذارید خطای دیگرم جواب بدم. وقت ندارم. وقت بله بله. خیلی متشکرم از لطفتون. انشالله که روز به روز از نظر بقول معروف برنامه‌های مرسی عزیزم. خیلی بهتر از اینا خواهد شد. مرسی. بفرمایید رو خط هستی؟ خسته نباشید خانم تهرانی. مرسی عزیزم. بفرمایید کوتاه فقط صحبت کنید. خانم تهرانی، حدود 6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران زندگی میکنند. بعد خودتونم که اطلاع دارید تنها تلویزیونی که طرفدار نظام پادشاهی هم تلویزیون ایران آریاییه. بله. این 6 میلیون، این 6 میلیون اگر هر نفر 10 سنت بدن میشه تقریبا 60 میلیون سنت. 60 میلیون سنت تقریبا حدود 600 هزار دلار میشه. من ایرانی که خارج کشور هستن نمیخواد 10 دلار بدن یا 1 دلار، فقط 10 سنت بدن. اگر 10 سنت بدن مایانه میشه 600 هزار دلار که مثلا فقط برای 10 ماه تلویزیون کافی باشه. ولی جمعیت ایرانی حتی از 10 سنت هم خرج بکنه. بله. حتی اگه نفر 1 سنت هم بدن، نفر 1 سنت هم بدن میشه 60 هزار دلار. بنابراین وقتی که مردم حاضر نیستن 1 سنت خرج بکنن برای همچین نظام پادشاهی، شما چطور میخواین این مردم رو وادار کنید که بیان تو خیابونا خون بدن، جانفشانی کنن، تصفیه کنن؟ بفرمایید رو خط هستین. کوتاه، خیلی کوتاه. عرض سلام جانم. بفرمایید خانم تهرانی. بله بله. عرض درود و زنده باشید دارم خدمت بزرگوانی مبارز و دوست داشتنی کانال یان آریایی. از رضایی مزاحم میشم. خواهش میکنم بفرمایید. میخواستم عرض کنم خدمتتون اینا به قول خودتون چند تا جوان رو میتونم بگیرم واسه یه دونه کلیپ حتی، ولی یا اون روز تو یکی از کانادا یکیشون لاف میزد میگفت نمیدونم مالیتی رو تو آسمون گرفتیم و ایل کردیم و بیل کردیم. اینا نمیتونن چند تا آشپزخونه شیشا رو توی شهرستان سردشت جمع کنن که این همه جوان رو بدبخت میکنن. کاسبی رو خودشون را کردن عزیز من، خودشون این کارا رو میکنن، خودشون که نمیان بیزینس خودشون رو ببندن که. شما ملت این که باید ببندید. همین رو عرض میکنم خدمتون. شما اینجا رو ببینید واقعا یعنی افتضاحه. بله. خیلی افتضاحه. خیلی خوشحال شدم. مرسی جونم. مرسی واقعا. قد مادرم دوستتون دارم. مرسی. دوستتونم میبوسم. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید رو خط هستی. الو الو جانم بلند صحبت کنی.
سلام، خسته نباشید. مرسی جونم، بفرمایید. خانم تهرانی؟ بله. پخش میشه؟ آقا صداتون داره پخش میشه. بفرمایید. خانم تهرانی؟ بله. این راجع به این موضوع کمک همیاری برای این تلویزیون. بفرمایید. رو خط هستی؟ با من هستم خانم تهرانی. بله جونم، بفرمایید. ولی صدای من خیلی انعکاس داره جانم. صدام بر میگرده دیگه. ادامه بدین، اینجا خوبه صدا. باشه، میخواستم بگم که خیلی خوشحال شدم از این که شنیدم با شهبانو مصاحبه دارین. نیم قدم بلند شو، صدای خودم بر میگرده. خدافزی میکنم. مرسی جونم. بفرمایید، رو خط هستی؟ شاید خیلی خواهم کنه، حال شما خوبه؟ مرسی عزیزم، بفرمایید. ببخشید میشه تو برایت شد سرکم راجع به موضوع امشب؟ خیلی کوتاه، وقت زیاد ندارم عزیزم. خیلی کوتاه. معذرت میخوام، میخواستم بگم اساس خلاصه کلام، اساس حکومت ایران اینه که دیگران رو به مرگ بگیر تا به تب راضی بشن. شما نگاه کنید سیاست چندین ساله گذشته ایران همش بر اساس چیه؟ بر اساس که دیگران رو بکشه تا به تب راضی بشن. الو. بله. میخواستم اینم عرض کنم، سبب این که مردم تا حالا موفق نشدن اینه که یک، بیسوادی بیداد میکنه خواب تهرانی. اگر میخوای کشوری، امتی، ملتی به تکنولوژی مدرن برسن، به آزادی برسن، به زندگی بهتر برسن، از این درد بیدرمونی راحت بشن، اول باید بیسوادی رو ریشه‌کن کنی. در حالی که در ایران بیسوادی بیداد میکنه. شما نگاه کنید تو آسیا، تو آفریقا، کشور آمریکای جنوبی، بیسوادی باعث عقب موندگی اونا شده. الان ایران تقلا میکنه، زحمت میکشه که دائما مدارس رو فرسوده از بین ببره، بسیار هزینه درس خوندن رو هی بالا میبره، چه در دانشگاه، چه در دبیرستان و چه در مدارس، تا مردم نتونن درس بخونن، با سواد بشن، بدونن به کی رای میدن و کی داره حکومت میکنه بر سر اونا. دوم چیزی که باعث ناموفق شدن ایرانه آزادیه. تا ما بیسوادی رو از بین نبریم به آزادی نخواهیم رسید، تا به آزادی نرسیم به استقلال نخواهیم رسید. از این سه موضوع باید به وجود بیاد. اول بیسوادی رو ریشه‌کن کنیم، دوم به آزادی برسیم، سوم به استقلال برسیم. اگه امری نیست من خداحافظی میکنم. ممنونم، مرسی. بفرمایید، خیلی کوتاه، بعدی که اتاق فرمان دارن به من میگن وقت تمومه. حدود فرمان من کروشایی هستم. بله. سخنانم دو بخش داشت، قسمت به اولش هفته گذشته گفتم، بخش دومش به درستی توسط یه هموطنانی به من ایراد گرفتن که درسته و اون این هستش که نقش هموطنان ما در داخل ایران که ما هستیم بسیار مهمه و این نقش انجام نشد، کما اینکه در اصفهان و تهران که تظاهرات کوچیکی شد به نسبت جمعیت یادمون نره خیلی کم بود. نه لورا بلند شدن، نه کردها بلند شدن، نه تبریزی ها، نه مشهدی ها، هیچ جای دیگه بلند نشدن. این یعنی که هر دو مقصرن، یعنی هم ایرانی هم مقیم خارج که بهشون اشاره کردم 90%، هم ایرانی هم خودمون که در داخل هستیم مقصر هستیم. ما باید از این بی تفاوتی و بی عملی و عدم اتحاد خانه تهرانی باید از این کار دست برداریم. درست عرض میکنم یا نمیکنم؟ بله درست میفهمم. چون اگر ای قرار باشه که هر شهری بخواد واکنش نشون بده به هر جریانی و دیگران ساکت بمونن، این رژیم 6 سال دیگه هم میمونه سر کار. ما باید اتحاد عمل داشته باشیم. طبق گفته شاهزاده رضا پهلوی، یعنی چی؟ یعنی وقتی که پرستارا بلند شدن، باید دانشجوان بیان، دانش آموزان بیان، کارگرا بیان، کردا بیان، لورا بیان، تبریزیا بیان، سیستانیا بیان، فارسای استان فارس بیان، همه باید بیان.
الان وقت تکذبی نیستش. درست عرض میکنم یا نمیکنم؟ درست عزیزم، من وقتم تموم شده، اجازه بدین دو تا خطم هست کوتاه بگم. یک کلام آخر تایید برای این که رول ایرانی مقیم خارج بسیار بسیار از نظر استراتژی مهمه، کما اینکه این رول رو در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افکار عمومی بازی که اگه افکار عمومی آماده نشده بود اتحاد جماهیر شوروی امکان نداشت فروپاشی بشه. مرسی جون، این تاییدی بر اون صحبت خودم گفت کرده باشم. مرسی. بفرمایید رو خط، فقط یک نیم دقیقه وقت داری. سلام خانم تهرانی، با درود فراوان خدمت شما و تمام کسانی که قلبشان برای ایران ما در تپش است و لحظه از فکر آزادی ایران غافل نمیشن. بله خانم تهرانی، سال 57 اتفاقی که افتاد هنوز منو قانع نکرده و اونم رفتن 5 میلیون ایرانی متخصص و کاردان که همگی فقط پول نقدشون رو برداشتن و رفتن، کارخونه ها و املاک و باغاتشون رو همه رو گذاشتن و ما مردم ساده که از سیاست هیچ نمیدونستیم با کشورمون در یه سینی طلا تحویل آخوندیست دادن. اینا باید بیان جواب بدن، اگر بخوان جواب ندن باید کمک کنن به این تلویزیون، به این رسانه‌ای که مردم دل بستن بهش. من. به این رسانه‌ای که آقای آریان وطن خود جونشه گذاشته، خواهر عزیزشه گذاشته، کمک کنن به این تلویزیون. این هنرمندایی که میرن شبا تو لاس وگاس برنامه اجرا میکنن، تو کلوب ها خوشگذرونی میکنن، میخوام ببینم اینا غیرت ایرانیشون چی شده؟ چرا بعد این رسانه‌ای که ایرانی خالصه و مردم به این امید بستن که روزی آزاد بشن به این وضع باشه؟ من مرسی عزیزم. از ایرانی ها میخوام که غیرتشون رو یاری کنن، این تلویزیون رو نگه دارن. مرسی جونم، مرسی. خط آخره و اگه میتونین کوتاه صحبت کنین، اگه نه که وقت تموم شده. درود بر شما خانم تهرانی. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. خسته نباشه. مرسی. خانم تهرانی، من دو شب پیش آقای شمرانی یه فیلمی رو نشون دادن که دومین سال ستار بهشتی بود. بله. مادر بیچارش مثل یه جوجه من دیدم شده و اون خانومی که صحبت میکرد به مردم داشت میگفت که آره این قصیه غربا این کار کردن و اینا، برادر نازنین من کشتن. بعد گفتم چطور قصاص برای ریحانه بیچاره قصاص بود که پسر دربندی قصیه غرب بره چارپایه را از زیر پاش بزنه، ولی کسی که ستار بهشتی رو کشت چطور این نتونستن پیدا کنن؟ چون خودشون بودن دیگه، دست رژیم بود در کار که اونو توی زندان کشت. میخواستم بگم این مردم بدونن که این بی پدر مادرها چی جور میکشن و صداشم در نمیارن. مرسی جونم، مرسی دوباره تکرار میکنم برای روز جمعه برنامه‌ای که برای اعتیاد گذاشته بودیم اجرا نمیشه و ساعت 12 ظهر در روز جمعه‌ای که در پیش داریم یک مصاحبه‌ای هست که من با شهبانو ولی حضرت فرح پهلوی انجام خواهم داد و امیدوارم که به هم دیگه بگید دوستانو خبر بکنید که بنشینید و ببینید شهبانو چه میگویند برای زن ایرانی. با تشکر از آقای روزبه، خانم نعیمه پیرنیا، خانم مهناز و دوستانی که اینجا امروز اومدن دارن کمک میکنن. ما واقعا به کمک احتیاج داریم، چه مالی و چه فیزیکلی، که کسی اینجا باشه واقعا کمک بکنه، برای که اتاق فرمان یه نفره. همیشه ما این مشکلات رو حقیقتا داشتیم که جواب تلفن رو کی میده. در حال ممنون میشم از اینکه کمک بکنید و با هم باشید، حداقل ما اینور اتحاد رو با هم داشته باشیم، بیشتر بتونیم مقاومت به خرج بدیم، این تلویزیون رو نگه داریم برای اونایی که تو اون زندان بزرگ هستن و نیاز دارن. با امید روزهای خوب و دیدار ما در جمعه آینده به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر. زنده باد ایران، زنده باد زن ایرانی.